بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 27 ماه آگست سال 2014 میلادی و برابر است با 5 شهریور ماه 1393. دیروز سه‌شنبه برنامه‌ای داشتیم با اجازه بدید من این رو عوض کنم، پلیر 4 رو نمیخوام، ما رو غیب کردین دستگاه. بله، برنامه ای داشت آقای دکتر حسین مختار زیبایی که هم در صفحه آرشیو میتونید پیداش کنید در یوتیوب، اسم ایشون رو بزنید حسین تایپ کنید. من نمیدونم چرا ما ایرانی همش میخواییم بزنیم، یه زنگ به من بزن. در صورت حسین مختار زیبایی و ویدیوهاشون رو میتونید ببینید. سومین برنامه بود و فردا هم باز با شما خواهند بود، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا و 11 صبح به وقت کالیفرنیا. این هم از آقای دکتر حسین مختار زیبایی که دیروز برنامه داشتن، فردا هم برنامه خواهند داشت. و اما اجازه بدید تشکر کنم از دوستی که برنامه جلسه قبل دیدار یاران رو که با خانم فرح دوستدار بودیم از لوکزامبورگ و من فراموش کرده بودم که ضبط کنم، ایشون لطف کرد و برای ما فرستاد، درست شد و الان روی صفحه دیدار یاران هست، توی آرشیو ما هست و از ایشون ممنونم. ولی جا داره که ما یه مقداری به خودمون بیایم این ماجراهای دسیسه و اینها رو از سر خودمون، از دوربر خودمون دور کنیم. تا یه برنامه اشتباهی میشه، اشکالی پیش میاد، ضبط نمیشه، دوستان می نویسن و نمیدونم برای همدیگه می فرستن بله ببینید سوربی دسیسه کرد یا سازمان CIA دسیسه کرد یا آخوندها دسیسه کردن اینها. نه بابا، اینجوری هم نیست. شما اینها رو خیلی بزرگ نکنید. بعضی وقتا چنان اینها رو بزرگ می کنید که یادتونه بچه که بودیم راه می رفتیم توی خیابونی، توی کوچه شب چراغ روشن بود، به خاطر همین یه سایه از خودمون درست می شد، اون سایه خیلی دراز می شد چون چراغه پشت سرمون بود، از سایه خودمون وحشت داشتیم. حالا این همین جور است. ممنونم از امین عزیز. امین ایرانی یا کالیفرنیا یا کانادایی، در صورت هر جا که هستی خوب خوش سلامت باشی و از اینکه با ما هستی بسیار خوشحالم. هر وقتم تونستی امکانات مالی به اجازه داد حمایت کن. در رابطه با حمایت امروز یک نامه ای رو براتون میخونم. خب یه دوستی هست لطف میکنه مقالاتی رو مینویسه میفرسه، خیلی هم چی بلده. من واقعا دوست دارم ایشون رو بشناسم، ببینم کیه، چه کاره بوده که توی هر رشته ای این چیزها رو بلده. بعد گهگاه من وقتی یه چیزی رو میخونم بعدش به شوخی برای من مینویسه آقا زدی مقاله رو خراب کردی، شخصیت فلان رو داغون کردی اینها. منم میگم خب چرا خودت پیام نمیذاری برنامه چیزی رو که خودتون نوشتید وقتی بخونید خیلی بهتره، میدونید کجا باید تأمل کنید، تحمل کنید، صبر کنید، کجا باید برید. اینجوری نیست که مثلا شما یک کاما گذاشته باشی من بفهمم اینجا باید 2 ثانیه مکس کنم. و ایشون یک نامه دوم و درازی من بعد نوشتم که این کار انجام بدید و اینها. همینجوری که الان به این امین عزیز گفتم خب امین این لطفو کرده، حالا ما میگیم حالا که این لطف داره ازش یه خواهش دیگه هم انجام بدیم، چون اونی که لطف نداره و دشمنه که ما نمیتونیم بگیم حمایتمون کن. اینی که لطف میکنه، بله آمریکایی هم دارن ضرب المثل میگه به یک کسی که 1 اینچ میدی برمیگرده طلب 1 مایل میکنه. خود ما تو ایرانی نمیدونم همچین چیزی داریم یا نه که وقتی مثلا یه کاری انجام میدی برای یکی دوباره برمیگرده و ازت نمیپرسه. سالها پیش یادم میاد وقتی که توی تلویزیون رنگارنگ بودیم گهگاه دوستان سوال میکردن که آقا شماره تلفن فلانی رو داری؟ ما تا میخواستیم یا تلفن یا قبلش کیفمون رو در بیاریم بگیم داور از اون دور اشاره میکرد میگفت چیه؟ میگفت ندیا. میگم چرا؟ میگم اگه یه بار تلفن یه نفر رو به یک کسی دادی اینجا میشه مرکز اطلاعات بود، چی بود اون وقتا 118 بود نمیدونم، میشه اینجا 411 میگن دیگه نه. خلاصه یه چیزای آدم یاد میگیره در زندگیش. نامه این دوستمون رو بعد میخونم و با شما صحبت میکنم. داریوش عزیز از تگزاس، داریوش میدونم تگزاس،
از تگزاس میگه که everything look good. بعد میپرسه که کی از شما پرسیده که این ضبط شد ضبط نشدن ویدیو دسیسه بوده؟ والا نمیدونم، ما میدونی 7000 نزدیک به 7000 نفر روی فیسبوک هستن، نزدیک به 3500 4000 تا روی ایمیل لیستمون هستن. بعضی وقتا دیگه آدم نمیاد کی کجا چی گفت و ما هم جواب میدیم. در هر صورت در رابطه با اینکه یادم نمیاد کی کجا چی گفت، بهتون گفتم یه وقت آقای حسیبی برنامه داشت، گفت حالا یه وقتی یه جایی یه کسی یه چیزی به من گفته، الان یادم نمیاد کجاست، هر وقت یادم افتاد بهتون میگم. که یکی از دوستان گفت آقا این بنده خدا فراموشی گرفته، ولش کنید بره با زن و بچه و نوه و اینها زندگی کنه. گفتم والا ما اینجا باغ وحش نیست، قفسی نیست که کسی رو گرفته باشیم، هر کسی با میل و رغبت خودش میاد برنامه میذاره، هر کسی هم خواست میره. ما وقتی میان میگیم خوش آمدید، وقتی رفتن میگیم به امید دیدار. یادم نمیاد، ولی همین دوستان نوشتن آقا این فیلم ضبط نشده و اینها شاید به خاطر این بوده که خانم دوستدار و شما در رابطه با اینکه کشورهای پیشرفته و دموکرات و اینها اسلحه میسازن. میگم نه آقا، من اینجا سه تا برنامه روز جمعه، یکیش کانون آوا، دو تا مهمون داریم، با اینا تماس میگیرم، باید یادم باشه بهشون بگم برنامه‌های دیگر خاموش کنید، اگه خاموش نکنن چی؟ بعد خودم اشتباه کردم، روز جمعه هفته گذشته دو تا مهمان دعوت کردم، آقای درویش رنجبر و آقای بهرام چوبینه. خب بدن یک کششی داره. بعد قسمت سوم خوشحال شده بودم که خانم فرح دوستدار با ما خواهند بود و اینها. وقتی برنامه خودم تموم شد، من دستگاه رو خاموش کردم، اون قسمتی که ضبط میکنه، که آگهی ها دوباره و سه باره ضبط نشه. گفتیم دینمونه به اونهایی هم که آگهی دادن ادا کنیم و اونو پخش کنیم. اینو که پخش کردیم، رفتیم سراغ برنامه دیدار یاران، یادمون رفت اون دکمه قرمز رو بزنیم که ضبط کنه. به همین سادگی. یه چیزی بود میگو به همین سادگی. در هر صورت شعری هست که خانم شمیم گفته. شمیم هم یک روح سرکشی داره و به همین خاطر نمیدونم توی بیزینس خوانندگی و اینها میدونید که اگر خواستی نظرت رو بگی بایکوت میشی و نمیتونی پول در بیاری، باید مثل اونای دیگه دامبل و دیمبو بزنی و تو عروسی و نمیدونم اینها اونا رو شاد کنی و برای خودشون خوش باشن تا شما هم بتونی پول در بیاری. اگه خواستی نظرت رو بگی میشی مثل تلویزیون مردم، میشی مثل سوربی، که حتی اون کسی هم که با تو تا یک جایی همراه هست، هم فکر هست، وقتی بهش میگی پول یا حمایت یا کمک میره دیگه، پیداش نمیشه. یا این که برای شما مینویسه، من به شوخی برای این دوستم نوشتم آقا، یا نمیدونم خانم، چون من نمیدونم آقاست یا خانم، اسمی که مینویسه با ایمیل و اینها به اصطلاح از این اسمای ساختنی هست. اون وقتا پیشنهاد میکردن که برای ایمیل و اینها این اینجوری بسازید که کسی نتونه پیداتون کنه. الان همه چیز همه جا هست، قول میدن دو تا این سرچ بزنی این پیدا میشه که این نمیدونم مثلا آقای ای بی سی کیه، کجا هست، از کی شروع کرده این ایمیل و الی آخر. در هر صورت این دوستمون برای من نوشت که آقا شما از کجا میدونی که من کفن خواهم داشت، شاید من بخوام خودم رو بندازم تو دریا و اینا. گفتم بابا دست نگهدار، خودتو تو دریا ننداز، پول کفنتو من میدم. اگه اینقدر خسیسی که حتی نمیخوای کفن برای خودت بخری، پول کفنت مهمون من، چی بگم من به شما؟ در اصل دوستانی که با ما همراه هستید، هم فکر هستید، لطف کنید و به اصطلاح حمایت کنید. همین الان آقای فرزاد شبستری برنامه آخرین چهارشنبه هر ماه رو ارسال کردن و من هم بارها گفتم ایشون هم شخص آدم جالبی هست، یک ماه وقت داره که یه برنامه رو درست کنه، درست میکنه، درست موقعی که برنامه من شروع میشه این برنامه رو ایشون ارسال میکنه. اگر زودتر ارسال کنن، من میتونم بگم که مثلا بعد از برنامه خودم پخش میکنم. حالا امروز این کار رو انجام بدیم، چون چهارشنبه است و ساعت 7 بعد از ظهر قرار با آقای پرویز مینویی باشیم، ایشون هم از تگزاس و این برنامه هم از کانال E2 پخش میشه هم از تلویزیون مردم. ما بین ساعت 4 تا 7 که وقت داریم، 2 ساعت برنامه دیروز آقای
حسین مختار زیبایی رو میذاریم، بعد برای شما یه مقداری شعر و آهنگی چیزی پیدا میکنیم که یه کمی ریلکس بشید. بعد تا اون موقع هم اگه ضبط کرده باشیم این ویدیوی آقای فرزاد شبستری و درست رسیده باشه اینجا، اون رو هم براتون میذاریم بعد از برنامه آقای مینویی که دیگه میشه پرایم تایم، یا میذاریم به همون ترتیبی که برنامه ها بوده قبل از برنامه من. امروز مثلا کانون آوا پخش شد. میدونید ما در باز پخش ساعت معینی نداریم و این یه حسن داره یه ایراد. ایرادش اینه که طرف نمیدونه دوباره کی پخش میشه بیاد بشینه نگاه کنه. حسنش اینه که تو ساعت‌های مختلف در سر تا سر دنیا پخش میشه و همیشه اینجوری نیست که مثلا 3 صبح برنامه سربی پخش بشه. یه وقت 2 بعد از ظهر اینجاست، یه وقت 3 صبح اینجاست، یه وقت 8 شب. و همیشه هم گفتم اونایی که روی یوتیوب و اینها اکسس دارن میتونن از اونجا پیدامون کنن، اونایی که با جی ال باکس هستن خب میتونن برگردن. پس برای اونا اصلا مهم نیست که چه ساعتی این بازپخش ها باشه. باز هم راجع به جی ال باکس شد، تشکر میکنم از اون دوستی که استادی سیرکل فکر کنم این پروگرام فرستاد بود برای داریوش، داریوش هم برای من فرستاد. از هر دوی شما دوستان ممنونم. و اون ضرب المثلی که میگه آری به اتفاق میتوان جهان گرفت، از همین کارهای کوچولویی هست که من و شما وقتی که یه مشکلی برامون پیش میاد خسته و ناراحت میشیم، ولی وقتی یه کسی یه کمک کوچولویی انجام میده هر چقدرم ناچیز باشه، ببینید که یه باری از روی دوشتون برداشته شده یا یه سنگی از جلوی راهتون برداشته شده. پس اونها هم حق دارن که ما ازشون تشکر کنیم. من امروز میخواستم این مقاله‌ای رو که همین دوستمون که ما فکر میکردیم کفنیش جیب داره، حالا فهمیدیم اصلا ایشون کفن نداره، بخونم. بعد حقیقتش گفتم خب من چرا این کارو میکنم؟ من اینایی که اینجوری هستن میان مقاله میفرستن، منم با آب و تاب میخونم، دوستان دیگرم از دست خودم ناراحت میکنم. و خب اگه میخواد مقاله بنویسه بنویسه، ایمیل بفرسته، ما هم پاک میکنیم میندازیم دور یا چیز میکنیم. و حقیقتش میگم بعضی وقتا اینو میگم باز بعد پشیمون میشم دوباره شروع میکنم خوندن و اینها، ولی به اونجای رسیدم که دوستان بعضی وقتا از من از تلویزیون مردم سوء استفاده میکنن و ما رو به عنوان بلنگو استفاده میکنن. هر وقتم باتریش تموم شد، انسانیت، مردانگی، زنانگی ندارن که یه سری باتری بذارن، اینو بذارن برای نفر بعدی، بلنگو رو پرت میکنن تو سطل آشغال. ایشون نوشته کی گفته ما، من نمیدونم چرا ما و من صاحب کفن خواهم بود. من قرار است در دریا خفه بشوم. شما مشکلی داری؟ شعری بسیار زیبا از مهدی حمیدی شیرازی که انگاری برای روز مرگ من نوشته است، در نوجوانی آن را یاد گرفتم. شما همین جملتون بخون. شعری بسیار زیبا از مهدی حمیدی شیرازی که انگاری برای روز مرگ من نوشته است، نقطه گذاشتی. شما که میگی فارسی، هممون کارمون اشکال داره. چیزی که از اشکال دیگران رو میبینیم، استاد هستیم ولی اشکال خودمون رو نمیبینیم. اگرم کسی بهمون گفت ناراحت میشه. طرف میگه که یک پرکاهی رو تو چشم، حالا من نمیدونم پرکاه تو چشم چه کار داشته، یه پرکاهی رو تو چشم دیگران میبینه ولی فلان چیز رو فلان جای خودش نمیبینه. جای این فلان چیز و اینها آقای مختار زیبایی میگه 3 نقطه، هر چی دلت خواست بزن. بله، در نوجوانی آن را یاد گرفتم بسیار دلنشین است. شما هم بد نیست لحظه ای از اسب یزید بیای پایین و زیبایی های جهان را ببینی. گور پدر شاه پرست الدنگ ببین حمیدی چه میگوید. خب شما به اینا فوش میدی، از اون ور به من میگی یزید، یعنی اینا امام حسینی هستن. من نمیفهمم. شما مثل که با من گشتی گیج بودی گیجتر شدی، خر بودی خرتر شدی. کی گفت معلم بشی؟ این شعری بود که ما وقتی معلم شدیم دوستانمون به ما به عنوان کادو دادن. فکر کنم گویندش آقای سلامی بود. اون بیچاره هم قبلا معلم بود، دیوونه شده. میدونید که معلمی شغلیه که از بیپولی گدا میشی، از بس مغزتو این ور ور به کار میندازی آخرش دیوونه میشی. همین روزها یا هفته آینده سعی میکنم از پروفسور کوروش استوار، معلمی هست که سالهای سال درس میخونه و دکتر هست و اینها، دعوت کنم تا بیاد راجع به این ماجرای دکتر، مهندس، آدمای
و ملت‌های بدبخت و عقب افتاده چرا اینقدر براشون دکتر مهندس بودن مهمه. میدونید که حتی تو هندوستان مثلا آقای گاندی رو میگفتن مهندس گاندی، که حالا اون بعد خودش باعث شد که یک کاری بکنه که یه شخص دیگه از اون مهندس گاندی انگلیس رفته بسازه اون به جای خود. ایشون برای من نوشته که شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبنده زاد و فریبا بمیرد. اجازه بدید من این میکم بزرگتر کنم بتونم بخونم. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. یعنی هر جا که عاشقی میکنه همونجا میبینه. شب مرگ از بیم آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد. امیدواریم که شما نمیری، ما نه پولی ازت خواستیم نه چیز. حمیدی میگوید گیرم که مرگ قو ممکن است افسانه باشد، آیا هرگز دیده اید که قو در صحرا بمیرد؟ این را میگویم. برهان خلف تلفظ میشود یعنی خلاف. از تو بعید نیست که در تلویزیون ها برهان خلف با کسره روی حروف خلف، خلف نه خلف دیگه، خلف این مطلب رو مثلا. تازه رو هم داری که از فارسی نوشتن من ایراد بگیری، فارسی نوشتن ایراد داره. هر وقت شما تونستی بیای ظاهر بشی، من ایرادای یک ایمیل و یک نوشتت رو میخونم، شما از خودتون دفاع کنید یا شما ثابت کنید که من که فارسی میگم که من رشته فنی بودم، پس معلومه که فارسیم به اون خوبی که دیگران باید نباشه. همیشه از انشا بدم میمده، چون به ما یاد دادن تو انشا دروغ بگیم. پول بهتر است، دانش به علم بهتر است یا ثروت؟ هیچ کدومتون یادتون میاد یه دانش آموزی نوشته باشه ثروت؟ هیچ وقت شما جرأت کردید بنویسید ثروت بهتره؟ برای که بابای من مثلا معلم بود، علم داشت ولی پول نداشت، بدبخت بود؟ نه، پس مجبور بودیم دروغ بگیم. تازه دروغ کم و کوچولو هم باور نمی کردم. باید دروغ دو صفحه باشه، انشا باید دو صفحه باشه. خب هممون یه مش دروغگو، یه مش انشا نویس، یه مش شاعر، یه مش بیکار. شما ببین از صبح که فیسبوک رو باز میکنی چند نفر شعر می‌نویسن، میخوان جونشون رو فدای ایران کنن. براتون میارم میخونم. یا آقا اینم نمیدونم جنبش دانش کیه، یه ایمیل فرستاده بود به همه، هر کسی اینو میگیره فوش میده که اگر ایرانی هستی اینو بفرست برای دیگران. منم خیلی ساده، دیدید وقتی میخوان طلا رو امتحان کنن یه چیزی هست بهش میزنن میگن محک. گفتم شما معلوم باید محک میزنن ببینم خودت ایرانی هستی، اگه شما میخوای اینو پخش کنی یه مقدار پول خرج کن تا برای 7000 تا بفرستیم، بیشتر خرج کن تو تلویزیون مردم بذاریم. برداشته نوشته که آها من نمیدونستم معیار وطن پرستی پول دادن به تلویزیون شماست. میگم نه احمق، اگه خمینی و اطرافیانش هم مثل تو مفت خور بودن و اون موقع کامپیوتر بود و مینشستن ایمیل میفرستادن و به دیگران فوش میدادن که اگه اینو نفرستید وطن فروش هستید، خمینی تو عراق مونده بود تا مرده بود، یا زیر درخت سیب انقدر نشسته بود تا سیب خورده بود تو کلش، مغزش یا به کار افتاده بود یا از کار افتاده بود. اونها از دل و جون مایه گذاشتن، اونها پول خرج کردن. شما میگی پول از این ور اون ور گرفتن، خب اقلا ارزه داشتن رفتن پول گرفتن. شما چه کار کردی؟ اسمت قلابی، ایمیلت قلابی، نوشتت قلابی. حالا میارم خانم پانتا بهرامی، ببینید چی می‌نویسه، اصلا خودشون هم نمی‌دونه. ما نوشتیم برنامه اون روز همون مطلبی که این دوستمون که حالا معلوم شد نه جیب داره نه کفن داره، میترسم بره خودکشی کنه تو دریا خودش خفه کنه، که ثابت کنه به من که دیدی
من برای که پول ندم به تلویزیون مردم با خودم خفه میکردم. نه آقا، دست نگردم نخواست. همین آقا یه مقاله نوشته بود که آیا ملت ایران به خاطر بی سوادی رضاخان یا رضا شاه پهلوی ازش متنفر شدن یا به خاطر اینکه دست نشانده خارجی ها بود. خب ما اینو گذاشتیم، شما برو بخون. الان میریم با هم رو فیسبوک نگاه میکن، یه نفر نمیتونه جواب بده. خانم نیر از اروپا نوشته اولا همچین چیزی درست نیست، تمام مردم ایران رضا شاه رو دوست دارن. میگم خانم، مردم ایران 77 میلیونن، به روایتی 80 میلیونن، شما از کجا میدونی؟ چرا اینجوری بت پرستی میکنی؟ این یک براتون نشون میدم وقتی رسیدیم به اون موضوع که خانم پانتا نوشته 70 میلیون عوضی الاغ این. میگم خب خانم آقا، معلوم نیست که کی هستی، عکست قلابیه، احتمالاً اسمت هم قلابیه. شما که میگی اینا نفهمند سفیهن صغیرن، شما برای اینا میخوای چی کار کن؟ شما میخوای طرفدار آقا رضام نیست، چون طرفدار شاه و رضا شاه هست ولی طرفدار آقا رضا نیست. شما میخوای چه کسی رو ببری ایران؟ چه بدی بهت کرده اون بیچاره که میخوای ببریش ایران بدیش دست این 70 میلیون نادان؟ برید بخونید فقط. بعد مینیسم شما مینیسی ما کیا هستید؟ شما مثل شاه هستید، میگو ما خاندان جلیل پهلوی، بعد یه مدت دیگه میگو ما به خودش که جوک ساخته بودن براش، اون جوکر حتما میدونید. بعد میگه ما ایران پرستان. میگم کجا هستید؟ میگه نه ما آدرس اینا رو حالا نمیدیم، چون اسرائیل و بچه های آخونده و اینها ممکنه ما رو بیان بکشن. خب بفرما، رهبرای جنبش های کامپیوتری، بعضی ها میگن جنبش های تنبونی، با تنبون با زیشبرا میان میشینن جلو کامپیوتر، جنبش را میندازن، حرکت را میندازن. خب خیلی هم هستن که مثل آدم، مثل انسان عکسشون گذاشتن. خانمی به نام هایده توکلی از سازمان یا حزب مشروط خواهان امروز یک آگهی گذاشته که همین آخر هفته جلسه ای دارن، منم اونو با کمال میل براشون پخش میکنم. من نمیفهمم والا، بارها گفتم، شما که میفهمی بیا اینجا صحبت کن، شمایی که میخوای مثل قو در دریا بمیری، از دریا به وجود آمدی امونجا میخوای بمیری، عذر میخوام اگه این حرفو میزنی، خب این که خیلی بده از اونجایی که اومدی باید بری اونجا بمیری. فکر بکن از کجا اومدی، میخوای بچپوننت اونجا؟ پس این شعرها با بریزیم. گفتم ای کاش 6 ماه نمیذاشتن کسی شعری بگه، چیزی بنویسه، تا اینها تبدیل میشد به عمل. هر کدوم از ما، خود من به یه نوعی، نشستم اینجا حرف میزنم، 2 ساعت تموم شد میرم دنبال آرشیو و بایگانی و فلان و بیسار، شما میرید دنبال کار خودتون، تموم میشه، دوباره فردا میایم بریم ایران رو نجات بدیم. ایران رو از دست کی میخواین نجات بدیم؟ از خودتون سوال کنید، چند نفرن، کیان، شما چند نفرید، برنامه‌تون چیه، ابزارتون چیه، چند تا اسلحه دارید؟ الان برید ببینید لشکر 81 زرهی کرمانشاه رو دارن میفرستن به طرف عراق، ببینید اسلحه‌های آمریکایی دستشونه، اسلحه‌های آمریکایی دستشونه. این فیسبوک من واقعا خیلی خوشحالم که دارم توش بیشتر فعالیت میکنم، هر روزی هم یه چیز جدیدتری یاد میگیرم. ما تا حالا نمیدونستیم این تگ کردن یعنی چی. خب من میذارم اونجا برای 6700 نفر بیان ببینن. میگه نه آقا، شما اگه تگ کنی مثل اینه که براشون ایمیل فرستادی گفتی بله اینجاست، اون که میذاری برای اونایی که همت کردن شما رو فالو میکنن، دنبال میکنن، اون هست که میگیره. ولی اونی که مثل خودت بیحاله، باید یه سیخونکی بهش بزنی بگه هی اینو گذاشتم اینجا. بریم تلویزیون مردم فیسبوکش رو ببینیم و با هم برنامه رو ادامه بدیم توی این، در حین این برنامه یا حتی موقعی که برنامه ها تکرار میشه، شما میتونید تماس بگیرید با تلویزیون مردم، با تلفنمون، با این تکس هم حتی با اون یکی میتونید بفرستید و
ایمیل بفرستید، یعنی هر چیزی که بگید امکان تماس هست. تنها کاری که ما کردیم اون امکان مفتخوری و مفتخور بودن رو که تلفن مستقیم روی برنامه ها بود از بین بردیم. دلیلش هم افرادی مثل آقای تیرانداز، افرادی مثل آقای رضا که الان میبینید در به در شدن توی تلویزیون های دیگه. تلویزیون مردم فیسبوکش همون جوری که به انگلیسی میگید مردم تیوی مینویسی پیدا میشه و از این طریق میایین و اینجا میبینید. حالا ما سعی میکنیم مقاله ها رو هم بذاریم. بذارید من براتون اینو یه کمی بهتر زوم کنم روی فقط مقاله ها. ببینید فیسبوک چقدر قشنگ اون موقع تمام این رو در اختیار ما میذاشت، این بغل مال خودش بود. حالا آمده تقریبا یک سوم، شاید بیشتر از یک سوم رو گرفته و ما هر کاری میکنیم یک سوم این بغلش اون حاج آقای فیسبوک وایساده و مالیاتشو میگیره. همش در مورد دادن هست و یا باید بدی یا تو سری میخوری. یادتونه که اون ماجرای اوباما در مقابل عربهای عربستان سعودی اینها دولا شده بود، خیلی ها میگفتن چرا این تعظیم کرده، یکی میگو نه پاش گیر کرده به فرش که اونجا بوده سکندری خورده بود اینجوری بوده و اینها. امروز تعظیم حقیقیش رو میبینید و برای من که اون فیلم علی کنکوری تداعی شد، یادتونه یه فیلمی بود یه نفر هی رد میشد و میگفت که سر تو خم کن تا درا وا بشن تا بگی نه پشت کنکور میمونی. اون موقع در زمان شاه ساواک و اون اداره نمیدونم چی بوده، اداره فرهنگ و هنر و اینها، اینقدر نادان بودن که به این اجازه ندادن و بعدن که بهش اجازه دادن ملت با شور و هیجان رفتن نگاه کردن ببینن این فیلم چی، آقای داریوش هم چی میخونه، دیدن هیچ چی نیست، همون داستان معمولی. ولی اگه اونها شعور داشتن، همونجوری که بارها گفتم باید رساله خمینی و دیگران رو مجانی میدادن به مردم، نه که ممنوعش کنن، این فیلم ها رو باید به مردم بلیتش مجانی میدادن، میگفتن برید نگاه کنید، چون داشت درس میداد به ملت. به ملت میگفت سرتو خم کن، تو سری خور باش، سر به زیر باش تا کارت درست بشه. اگه سرتو بلند کنی حقتو بخوای تو سری بهت میزنن. خب این درس رو باید روز صد بار به مردم میدادید دیگه. گزارش های از اعزام لشکر 81 زرهی ارتش ایران به شمال عراق، بنده هم در این لشکر خدمت کردم، بارها گفتم یکی از بدترین سربازی ها رو من داشتم، تو دو تا تیپ تو دو تا لشکر پیاده خدمت کردم. اونایی که تیپ و لشکر و اینها رو میدونن میدونن تفاوت این لشکرهای پیاده و اینها چی هست با اون به اصطلاح قسمت های دیگه. در صورت توی این گزارش میگه که ورلد تریبیون روز سه‌شنبه 26 آگست همین دیروز 2014 خبر از اعزام لشکر 81 تانک و هلیکوپتر ایرانی داد، دارن اینا میرن به شمال عراق و دلیلش هم اینه که میخوان جلوی پیشرفت داعش رو به سمت مرزهای ایران بگیرن. دلیلش هم اینه که آمریکا هم از اینها خواسته، انگلستان هم از اینها خواسته که کمک کنن. یعنی شما ببین عجب دنیایی شده، دنیایی که با صدام دوست بود که با ایران بجنگه، الان صدام رفت، اون یاسر عرفات رفت، حالا ایران اونجا شده چی میگن جاهل محل و اینو اون باید بهش باج بدن، اسلحه بدن تا اون براشون پا پیش بذاره. ایران شده شعبون بیمخ آمریکا و انگلستان و اینها توی اون منطقه. در صورت این به نظر من دیدنی هست، برید ببینید و بخونید، یا میخواین بعدن خودم براتون بخونم گزارش های از اعزام لشکر 81 زرهی ارتش به ارتش ایران به شمال عراق. بعد یه ویدیویی رو خانمی به نام لاله گیلانی گذاشته که من فکر کردم این ویدیو کار میکنه، ولی ویدیو رو نوشتن از بس اون ویدیوی چند دقیقه مسخره بود من اونو برداشتم یه ویدیوی دیگه گذاشتم. به نظر میرسه که ایشون هم مثل من هنوز بعد از این همه گدایی هنوز نمیدونه شب جمعه کیه و کارشو بلد نیست، همون جوری که من بعضی برنامه‌ها یادم میره و
ریکورد نمیکنم، ایشون هم این ویدیویی که گذاشته مینویسه 40 ثانیه است ولی کار نمیکنه. بوکو حرام در شمال نیجریه خلافت اسلامی اعلام میکنه. ابوبکر، من نمیدونم اینه شکوی شکوی، رهبر بوکو حرام، اول دماغش را میخاراند بعد سوت میزند و آخرش در شمال نیجریه خلافت اسلامی اعلام میکند. حالا ببینیم این خلافت های اسلامی که پس از دیگری به کجا کشیده میشه. دیروز یه دوستی برای من ایمیل فرستاد که آقا بزن کانال پارس نگاه کنین، آقای زوریالا با آقای میبودی دعواشون شده و میبودی هم که تا چند مدت پیش طرفدار این بود امروز یقشو گرفته. ما هم زدیم نگاه کردیم دیدیم بنده خدا نوریالا که واقعا شده دیگه زوریالا بعد از این نشست بخوم، دیگه این الان کفگیر به ته دیگ خورده، پولی نداره این ور و خرج کنه، همه بهش حمله میکنن و اونام برای که بگن میهن پرستن و وطن پرستن باهاش مخالفت میکنن که آقا شما چرا گفتی میخوایم فدرالیزم و فلان و اینها، و میخواستم بگم دندت نرم جونت بالا بیاد تا روزی که من بهت گفتم برو تلویزیون خودت بزن ساعت یک دلار، ساعت یک دلار خرج کن ولی سرت رو بالا بگیر که علی کنکوری به اصطلاح تو سریخور ایرانی و ایرانی نباشی حرف منو گوش ندادی و هی رفتی زرتی از این تلویزیون به اون تلویزیون، حالا میبینی که به چه روزی افتادی. من وقتی که این ویدیوی اوباما رو آقای یزدانی، فرد یزدانی فرزاد خودمون گذاشته بود اینجا گذاشتم، آمدم خودم هم این شعره رو بهش اضافه کردم، سرتو خم کن تا درها با بشن، تا بگی نه پشت کنکور میمونی. بعد زیرش با انگلیسی نوشته Come here حبیبی You kill Muslims Here is a medal 2.3 million pounds worth. میگه که بیا یا حبیبی عزیزکم بیا اینجا و بذارید من این ویدیوت براتون روشن کنم، ببینید شما که چجوری آقای اوباما دلا میشه، سرشو میاره پایین، اینها بهش یک مدال گندهی که از اون مدالای بود که اون وقتا توی سینه اولاغا مینداختن چی بود مهره و اینها، به همون بزرگی اینا نوشتن ارزشش 2.3 میلیون پوند یعنی تقریبا 4 میلیون دلار. من فکر نمی کنم، حالا نمیدونم از کجا این آوردن، شاید تو خود خبره چیزی گفته. و این فیلم مال CNN، با هم ببینید. چرا اینم کار نمی کنه؟ باز من نمیدونم، ویدیوهای تو این صفحه. در هر صورت بذارید ببینم یه جور دیگه میتونم بهتون نشون بدم. این ویدیو رو فیسبوک هست، بعدن با هم برید ببینید که یک قوطی بزرگی رو میارن، یک گردن بند یا اون وقتا سینریز میگفتن به اینا، چی میگن بزرگ، مثل اینایی که تو این فیلم های کشتی و اینا هست میندازن گردن، مثل مدال، واقعا همین نوشته مدال درست میگه، و پرچم اسرائیل و پرچم همین نوشته های عربستان سعودی و اینا هم روشه میدن. بعد من دیدم تو قطعه دومی، گفتم شیخه لابد میگه که اینم برای خانمت ببر میشل اوباما، بعد دیدم نه، مثل که اون سرتیفیکیت یا گواهی هست که به این میدن. یک دوستی به نام مستانه ایرانی آمده زیر این نوشته ای بابا به اون یکی قالی دادیم، به این یکی گردنبند طلا نشان، تا کی باید به اینا باج بدیم؟ عمرمون که به سر رسید، عمرمون که به سر رسید آخه. گفتم که ببین تمام جنگای دنیا به خاطر دادن و ندادن شروع شده، یکی گفته اینو من میخوام، اون گفته من نمیدم، جنگ شده، ولی هر کسی گفت من اینو میخوام اونم بهش داد که دیگه جنگی نیست، دعوایی نیست، پس برید خوش باشید و تا میتونید بدید، حالا تا اونجایی که توانایی دارید. خب دوستان عزیز، این چیزی رو که من از 15 جولای خودم دارم استفاده میکنم و میخورم و میبینید که ماشاءالله چقدر اخلاقم خوب شده، چقدر راحت تر شدم. این بهش میگن پرو تندم، یه قرصایی هست که روزانه یه دونهشو میخورین. توی یک فیلمی که درست کردن و تلویزیون ABC رفته گزارش کرده نشون میده که توی 30 روز، اینجا هم نوشته reducing oxidative stress by an average of 40% in 30 days، میگه توی 30 روز 40% از اون
براتون توضیح دادم، املاحی که میمونه توی مغز و توی بدن و اینها، نه از خوراک و اینا، از این استرس، فشار زندگی. این گفته اون رو تو 30 روز 40% کم میکنه و توی 60 روز میگن اصلا شما 80 سالت هم که باشه میشی مثل جوانهای 20 ساله. شما هم اگه دوست داشتید و خواستید امتحان کنید، روی این که بزنید میبرتون توی صفحه‌ای، اونجا میتونید اوردر بدید. 45 دلار 50 دلار هست برای یه ماه، یا میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید. در صورت تلویزیون مردم نمایندگی فروش یا نمایندگی مجاز این هاست. اگه روی اینترنت میخواین بخرین، بخرید. تنها نصیحتی که من میکنم اینه که مطمئن بشید اونها نمایندگی فروش دار هستن و چیز قلابی بهتون غالب نمیکنن، چون بیشتر اینایی که خام طمع هستن، طمعکار هستن، همیشه کلا سرشون میره. اون ماجرای پول لادن و چوب خوردن و بعضی هم سه نقطه خوردن و دیوانه شدن از اینجا میاد. آقای حسین مختاری دیروز من میگفت که آقای سوربی، این کلمه قصار شما، جمله قصار شما کارمون خیلی خرابه، رو من بدون کاپی رایت و حق چیز استفاده نمی کنم، به جاش میگم کارمون خیلی درسته، میدونم که مردم میفهمن که کارمون خیلی خرابه. حالا آقای حسین مختاری، این سه نقطه خوردن رو من میتونم استفاده کنم یا نه؟ فردا جوابش رو بدید. ما اگر شما فالو کنید روی فیسبوک، این وقتی که مینویسیم اینجا که مثلا ساعت 2 بعد از ظهر امروز چهارشنبه 27 آگست برنامه داریم، اینها براتون میاد یادآوری میکنه که اگه شما نشستید برنامه‌های خیلی جالب و اینها رو نگاه میکنید، اونها رو ول کنید و بیان اینجا وقتتون رو با من تلف کنید. اون چیزی که بهتون گفتم، خانم هایده توکلی و اون آگهی یا فراخوان، این بود سخنرانی و میزگرد، آرام بخش و یا درمان، بحران ژرف اقتصاد ایران و شیوه برخورد دولت روحانی با آن، هامبورگ، با سخنرانی دکتر شاهین فاطمی، دکتر حسن منصور، مهندس حسن شریعت مداری، گرداننده جلسه شهرام آریان یا آریان، میزبان این برنامه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات می باشد. جمعه 29 آگست سال 2014 برگزار می شود. این برنامه تحت عنوان میزگرد آرام بخش و یا درمان بحران ژرف، همون بالایی که نوشتن، اینجا در هامبورگ، ترتیب داده شده. سالن برای عموم از ساعت اینجا وقت می‌نویسن 18:15، یعنی 6:30 بعد از ظهر باز خواهد بود و جلسه رأس ساعت 19 یعنی 7 شب آغاز خواهد گردید. جلسه ساعت یا 22 یا 23 پایان می‌پذیرد که من درست نمیتونم بخونم. شرکت برای عموم آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01 70 366 68 88 تماس بگیرید. من فکر کنم اگه این شماره تلفن ها رو مثلا بنویسید جرمنی، هامبورگ، اینجوری مردم خودشون بهتر پیدا میکنن تا اینجوری 0170، چون مثلا کسی که از آمریکا زنگ میزنه از اینجا 01 نیست، فرق میکنه، یا از خارج به اینجا 20، نمیدونم، در صورت کد کشورها فرق میکنه. آدرس جلسه هم گفتن که هر کدومتون بخواین میتونید پیدا کنید، روبروی شهرداری و چسبیده به پاسگاه پلیس و نمیدونم بعد چی بخونم، پلیس وندر یه چیزی اس پلیس رو نوشته. این بالاتر از بانک سپاه نرسیده به بانک ملی، روبروی مغازه نمیدونم قصابی، ما رو ول نمیکنه حتی در هامبورگ. یعنی آلمانی که اینقدر زحمت کشیده بعد از جنگ جهان دوم، یا شاید حتی قبل از اون، سیستم پست، آدرس، شماره خیابان اینا رو داشته، باز ما که میایم اونجا میگیم چی؟ روبروی شهرداری و چسبیده به پاسگاه پلیس. حالا اگه یه وقت اون روز، دو روز قبلش پاسگاه پلیس رو خراب کرده باشن، قرار شده باشه یه ساختمان پلیس اونورتر بسازن، دیگه شما نمیتونی اینو پیدا کنی. اینم نمیدونم، یا طنز، یا طنز تلخی که من و شما باید در موردش فکر کنیم کی میخوایم از آدرس استفاده کنیم درست. و اما یه فیلمی دیدم که این کار بسیار درستی از زندانیا در زندان
قزلحصار، مخصوصا اون قسمتش که گویا همه اینایی که اینجا هستن منتظر حکم اعدامشون هستن که اجرا بشه، یه فیلمی رو که چقدر قشنگ هر کسی فیلم برداری کرده، از این فیلم برداری های تند و اینها نبوده، قشنگ ضمن این که با این دوربینای تلفن‌های دستی بوده، ولی خیلی قشنگ سلو حرکت داده، چون شما میدونید اگر دوربین رو سریع حرکت بدید بیننده سردرد میگیره و نمیبینه. اینم نمیدونه حالا روشن میشه یا نه، من نمیدونم چرا وقتی ما اینو داریم تو اون صفحه نشون میدیم اجازه نمیده که اینها باز بشن. بذارید ببینم اینجا اجازه میده باز بشه؟ نه، در اصل این ویدیو رو نمیذاره. در اصل که من این ویدیو رو دیدم، حالا سعی میکنم توی چیز براتون بذارم، اصلا گذاشتم بریم با هم این فیلم رو ببینیم و برگردیم و بهتون بگم حتی در آمریکا که قرار هست زندانیا تلفن نداشته باشن، تلفن‌های دستی رو حتی به وسیله توپ فوتبال و اینور اونور قاچاق میکنن میفرستن داخل، و اینجا هم بعضیا که میگن خب تلویزیون تلفن دستی چجوری دست اینها بوده، چجوری فیلم برداری کردن، خیلی وقتا خود اینهایی که زندانبان هستن، مأمور زندان هستن، خودشون با سیستم مخالفن، خودشون به عنوان اینکه یه پولی در بیارن، یه درآمدی باشه، این کارهای غیرقانونی رو انجام میدن، از مواد مخدر گرفته تا چیزایی که ممنوع هست میبرن توی زندان، از جمله این تلفن ها. من نمیدونم تلفن های دستی، اون دفعه آقای بابک هروی گفت ورودشون توی چیز ممنوعه در همین آمریکا، هنوز که هنوزه که اینقدر همه میگن تلفناتون همراهتون باشه که اگر یه اتفاق تروریستی افتاد بتونید زیر آوار موندید، زنگ بزنید این ور اون ور، شما میری دادگاه میگه چون دوربین داره تلفن تو نمیتونی ببری داخل و دوربین تلفن تو باید بدی دست ما، بعد که از دادگاه اومدی بیرون بیای تحویل بگیری یا بری بذاری تو ماشین تو بیای، که بعدم برمیگردی میبینی ماشینت هم شیشه‌شو زدن شکوندن برای اینکه تلفن مثلا 600 دلاری تو ببرن. این فیلم زندان رو با هم ببینیم و برگردیم و با هم برنامه رو ادامه میدیم. و بارها گفتم بازم میگم، اگه شما هم میخواین برنامه هایی در تلویزیون مردم داشته باشید، اینجا هیچ خط قرمزی نداریم تا جایی که شما به کسی توهین، تهمت، تهدید نکنی و برابر قانون FCC آمریکا و کانادا عمل کنی. اگر این چیز زیادیه بله ما نمیتونیم به شما برنامه بدیم، ولی اگر شما بهش میگن law abiding citizen، اگر یه شهروندی هستید که قانون اون مملکت رو قبول دارید، ما در خدمتتون هستیم. حتما حتما این ویدیوی آقای حسین مختار زیبایی رو یا روی آرشیو برید نگاه کنید یا اسمش رو بزنید توی یوتیوب پیدا میشه، امروز صبح گذاشتم چون دیروز وقت نکردم، یا اینکه بعد از برنامه خودم اون ویدیو رو براتون میذارم، حتما نگاه کنید. صحبتهای جالبی کرده برای همین افرادی مثل خانم پانتا، مثل دیگران که نشستن اونجای میگن ما میخوایم براندازی کنیم، میگه اصلا شما حق همچین حرفی رو نداری و میگیرنت، چیز که از بلد نیستیم، ما قانون رو نمیدونیم، میخوایم همه با بیقانونی ما بازی کنن. این فیلم کوتاه رو ببینیم و برگردیم. مرسی که بین این همه رادیو تلویزیون با تلویزیون مردم هستید. نمیدونم به اون قولی که به من دادید، دست راستتون رو بردید بالا، دست چپتون رو بردید بالا، پای راستتون رو بردید بالا، پای چپتون هم بردید بالا، افتادید زمین، یه نفر رو معرفی میکنید به تلویزیون مردم، یا اون هم بی‌همت، بی‌غیرت، چی بگم، چون به پول که میرسه که دیگه همتتون معلومه. اوه دیروز یه نفر زنگ زد گفت آقا من میخوام یه برنامه بذارم اینجوری و اونجوری، و گفتم خب نرخامون اینه، دوباره همون سوال همیشه که باید پول بدم؟ گفتم بله. گفت خب شما این همه بیننده داری و اینها پول نمیدن؟ گفتم که من یه سوالی از شما میکنم بعد به سوال شما پاسخ میدم، شما از کی تا حالا بیننده ما هستید؟ گفت آقا من شما را ارادت دارم از سال 2000 میشناسم. گفتم نه، کی تا حالا این تلویزیون مردم، چون اون موقع من تلویزیون ما بودم، تلویزیون شما بودم، تلویزیون رنگارنگ بودم، تلویزیون FPA بودم، شما از کی تا حالا تلویزیون مردم رو؟ گفت از همون روزی که اعلام کردی دیگه اونجا نیستم گشتم پیدا کردم. گفتم تا امروز کمک کردی؟ شما که میگی دیگران کمک نمیکنن، تا
امروز کمک کردی. آقا این یار جانی ما مقاله می نویسه، ما میخونیم، برای خودمون دشمن درست میکنیم. بهش گفتیم اگر امکان مالی داری حمایت کن. به شوخی هم براش نوشتیم کفن که جیب نداره، خدا بگم چه کارت کنه. من علی این چیزا رو تو یاد من دادی، برای این نوشتیم آقا کفن که جیب نداره، که من و شما که هممون دیگه بالای اینجوری هستیم، برای من روزه نوشته. بریم نگاه کنیم و برگردیم. زندان ایران و طرف که میخوان اعدامش کنن و وای میسه اینجوری صحبت میکنه و بعدش میدونید که شورش شد اونجا، چند نفر رو زخمی و اینها. اونها رو من تو فیسبوک گذاشتم، فیسبوک ما خیلی فعال شده، به شما پیشنهاد میکنم از فیسبوک دیدن کنید. اگه خواستید مقالتون یا ویدیویی رو که گذاشتید یک جایی و لینکش موجود هست، با $10 میتونید برای نزدیک به 7000 نفر بفرستید. به من میفرستید، $10 هم میفرستید، ما میفرستیم. تلویزیون مردم نرخایی هم که میگیره انقدر کمه که یه دلیلی که ما مردم فرار میکنن این نرخای کممونه. یه دوستی قرار برنامه بذاره، امروز فردا پیش خودم گفتم من اگر روز اول از ایشون $450، آقای شهرام همایو از قول من یه ماچی به خودت بکن، آفرین که از حسیبی $4000 گرفتی، دست درد نکنه، شیر مادرت حلال که از اینایی که دزدن اینجوری پول گرفتی. اگه من از اینا $450، $1000، $100 گرفته بودم، همون روز اول تا پول میداد میگه حالا کی برنامه داشته باشم. ولی وقتی مجانی بهشون میدی میگه خب این سوربی که احمقه، این پروگرامم که مجانیه، هر وقت خواستم میام، هر وقت خواستم میرم. کارمون خیلی خرابه آقای حسین زیبایی، کارمون خیلی درسته. این خوبه که شما استفاده کنی بگی به قول سوربی کارمون خیلی خرابه، به قول حسین زیبایی مختار کارمون خیلی درسته. زندان رو ببینیم و برگرد. امروز 26 مرداده، خواستن اعدامی ببرن ابراهیم زیرک، بخاطر شورش کردن. قاسم سناتور واحد دو قزلستان اعدامی هاست. من سه تا دارم. شدارم اعدامی ها رو میبرن. منی که دارم میبرم پدر سه تا بچم، دختر دمه بخت دارم، مرتکب کاری هم نشدم، ولی اینا میگم باید بمیری. اسلام بیه فامیلیم هم زیرکه، یه نفر تو ده نفر میتونم تو روشون باکسم. مردن خیرت دارن، رفیقام نمیذارن دیگه کسی رو بکشن. نمیذارم کسی دیگه بمیره داشت، من خودم بازی رو میخوام برم، ولی کسی دیگه نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی پشتم مثل دیوار.
خب دوستان نظر شما چیه؟ ما هم رفتیم تهران، اسم زندان تهران اومد، گفتیم بریم تهران بزرگ. ممنونم اون دوستی که لطف کرده پیام گذاشته که میخواد جی ال باکس بخره. ما برای یه مدت کوتاه قرار بود با جی ال باکس به اصطلاح همکاری کنیم و نماینده مجاز فروش باکس هاشون باشیم در ویرجینیا. بعد دیدیم حقیقتش ما فروشنده خوبی نیستیم، نداریم کسی رو که این باکس رو پست کنه و بفرسته و اینها. بعد قرار شد به این صورت عمل کنیم که مثلا شما که لطف میکنید زنگ میزنید، من پیام شما رو بفرستم برای جی ال باکس، اونها باهاتون تماس بگیرن و بفروشن. حالا اگه دوست داشتن یه چیزی هم به تلویزیون مردم بدن، که معمولا دوستان این حسابداری و ایناشون خیلی بده، یا ممکنه اصلا سیستمشون اینجوری ستاپ نشده، تنظیم نشده که وقتی یه نفر زنگ میزنه بگن شما از کجا ما رو مثلا پیدا کردی، به اون طرف 10% 15%. آمریکایا برای این کار خیلی خوب هست. من با این شرکت وید بلاستر که کار میکنم از هلند یا دانمارک، ماه تا ماه برای من میفرسه که این ماه اینقدر ساختی، معمولا هم زیرا هست عمدا. در هست رو داریوش عزیز که این همون کسی است که دیروز به من گفت آقا برو برنامه آقای میبودی و نوری علا رو نگاه کن، نوشته آقا من نظرم رو عوض کردم و یکی از اونایی بود که با فدرالی یا به اصطلاح حکومت غیر مرکزی در ایران موافق بود. میگم مگه ما چی کم داریم از آلمان، از آمریکا؟ و الان بهترینه، الان 26 تا استان شده، یادتونم حتی 13-14 تا بود که میگفتن 14 استان بحرین بوده، بعد خلاصه 26 تا. اون موقع ما جغرافیمون بد بود، حالا که دیگه 26 تا استان شده حتما اگه شاگرد بودیم بدتر. نوشته که من نظرم رو عوض کردم، در حال حاضر در ایران فدرالیسم خوب نیست به خاطر اینکه آمریکا و انگلستان want at present day because Iranian don't have enough knowledge. میگه که برای که ایرانی ها به اندازه کافی دانش و آگاهی ندارن، آمریکا و انگلستان منتظرن که فدرالیسم رو تبدیل کنن به اصطلاح تجزیه ایران. من با شما 100% مخالفم، چون اتفاقا همین الان که بلوچستان چیز میکنه اولتیماتوم، بلوچستان که نه بابا، این گروه جیش العدل دو تا بچه حقوق میگیرن از عربستان سعودی، اینا میگن که تا آخر فلان این بره. کردستان که الان با ایران خوب شده، آقای بارزانی لابی لابی شدن و هابی هابی شدن، با اسلحه میگیره از ایران و اینها. دوستان ببینید، هی الکی نگید این آخوندا که کسی نبودن، یه دفعه اومدن قدرت گرفتن. حکومت شاه یادتونه همیشه با بارزانی و اینا مشکل داشت، آخوندا با وجودی که این همه ما شنیدیم پاوه جنگ نشستن ننگه، الان امروز آقای امروز نه دیروز پریروز وقتی میگیم امروز یعنی در حال حاضر، یعنی نه در حال حاضر یعنی اخیراً، چی بگیم به شما، آقای ظریف میره اونجا با آقای بارزانی سلام و علیکم ماچ و روبوسی، اونم دیدی ایرانی ها دیگه الان 3 تا روبوسی میکنن، اسلحه و پول و اینها رو میدن. چرا؟ میگه ببین اینا احتیاج به اسلحه دارن، من اسلحه ندم اسرائیل اسلحه میده، اینا بعدن باید برای اسرائیل به ما شوت کنن، پس من اسلحه میدم اینا به داعش شوت کنن، بعدم میگیم بابا این سفره از ما افتاده داریم میخوریم، شما بیاین بخوریم. چون همش گفتم سر دادن و ندادنه. من با شما مخالفم، من فکر میکنم شما اونجوری که آقای میبودی دیروز سینه میزد و پیرن خودشو پاره میکرد و اینها، شما تحت تاثیر گفتهای ایشون قرار گرفت. آقای میبودی که هنوز میگه این داعش امروز پیدا شد، اصلا کسی نمیشناستش و زحمت به خودش نمیده بره روی گوگل بزنه این آقا کی بوده، کجا با آقای جان مکین بوده، چه کار کرده و اینها، این گوینده فقط میخواد امروز بگذره. یعنی من درسته میام میگم آقا من میخوام وقت شما رو تلف کنم، وقتتون رو اینجا چیز میکنین، من میخوام مزخرف بگم، اونای دیگه حقیقتا همینه چیزی که هست نمیگن. دوست عزیز چرا شما میگی ما ایرانی ها نمیفهمیم؟ We don't know. نمیفهم. چرا میگی ما هنوز آزادی اونو نداریم؟ بله آقای آریو برزن هم
زنگ زد با آقای میبودی، کلی هم کردیت داد با آقای میبودی از این وطن پرستیتون و اینها. آقای میبودی هم خیلی کیف کرده بود و هی سر و سینه‌ش راست میکرد. بدبخت نوری علام اونجا ذلیل شده بود، ماتم گرفته بود، مثل بچه‌هایی که مشق شب ننوشتن اومدن اینجوری. آقای آریو برزن قربونت برم، شما که میگی ما 2500 سال پیش ساتراپی داشتیم، نمیدونم اسپاگتی داشتیم، اگه اون موقع داشتیم یعنی ما ملتی که الان امروز اینجا هستیم با دانشمندای مثل شما، با دکتر و مهندس و پلان و بیسار اینا، از 2500 سال پیش ایرانیای تو اون زمان احمق‌تریم، نادان‌تریم. خب بیان بگید مثل خانم پانتا نادانید تا من راحت بگم بابا این پانتا رو ولش کن، این یه آدم مالی خولیایی نشسته یه جا رو همه ضربه در میکشه. اصلا بعضی وقتا نمیفهمه چرا روز همه رو میرسه باطل شد. در صورتی که خداییش اگر ما وقت داشته باشیم باید اینا رو به فیسبوک ریپورت کنیم، نه فقط بلاکش کنید ها، ریپورت کنید. فیسبوک فلسفهش اینه که سربی شخصی حقیقی حقوقی عکس خودش رو بذاره. اما آقای بیگانه کجا هستی؟ اما میتونه مردم تیوی رو به عنوان بیزینسش، به عنوان یک مدیا، به اون اسم مردم تیوی بذاره، بازم با وجود داشته باشه. کوروش بزرگ، کوروش متوسط، کوروش جوجه، اینا رو ریپورت کنید بندازید دور. من فکر نمی کنم کسی از ما ایرانی ها این فیسبوک رو بدتر استفاده کرده باشه. فیسبوک اصلا اساسنامش اینه که شما حقیقی باید باشی، نمیتونی عکس نمیدونم خانم سوفیا لورن بذاری بعد زیرش بنویسی ننه قمر. ولی ما ایرانی ها که قانون مدار نیستیم، هر کاری دلمون خواست انجام میدیم. هیچ مجری تلویزیون هم نمیاد به ما اینو بگه، میگه آقا اگه این گفتم همون خانم فلانی هم که 2 دلار به من میداده دیگه نمیده. امروز برای این دوستمون نوشتم آقا صد رحمت به اون طرفداران پادشاهی، اقلا اونا با وجودی که با من مخالفن ولی لطف میکنن یه مبلغی کمک میکنن، ولی شما برای من شعر نمیدونم میخوام برم قو شکار آهو برم تو دریا بمیرم با او میفرستی. ممنونم داریوش عزیز، این شعری که فرستادی مال همین آقای حمیدی، ویدیوی خیلی قشنگیه، اینو ضبط میکنم، سعی میکنم حتی تو این فاصله ای که آقای مختاری صحبت میکنه من بیام و به اصطلاح اون رو نشون بدم. مرسی شماها کارگردانای فنی، تهیه کننده های، اگه قرار من مثلا اگزیکیتیو پرودوسر باشم شما تهیه کننده های جانبی هستید. میدونید که معمولا پروگراما اینجوریه، شما یه شب میبینی طرف میاد 20 دقیقه نیم ساعت جوک میگه، اینو 50 تا نویسنده نوشتن براش، فقط این 2-3 ساعت قبلش اومده اینا رو نوشته های اونا رو خونده، حتی باهاشون صحبت کرده، اینجا علامت تعجب گذاشتی باید چیکار کنه، بعد اونو اجرا میکنه. و اینا هنرشون اینه که وقتی اجرا میکنن انگار اینکه خودشون دارن میگن. من اون روز یه مقاله‌ای رو خوندم، باز همین دوستمون خیلی قشنگ تشخیص داده بود، آقا این معلوم شد اینو هوم ورکت انجام دادی، بله چون دفعه قبل شما نوشته بودی خراب کردی مقاله من رو، من خودم رو متعهد دونستم به شما، رفتم وقت گذاشتم خوندم، شما چه کار کردی برای من، شما برای تلویزیون مردم چه کار کردی. براش نوشتم آقا ای کاش وقتی که نمیدونم خانم کیه این مالت وایس آف امریکا دنبال من میگشته سال 2000، آقای داور نیذاشته بود، خانم ستاره درخشش نیذاشته بود بیاد با من صحبت کنه، وقتی اون آقای دیگه از تلویزیون کالیفرنیا دنبال من میگشته، باز آقای داور بهش گفته بود به تماس میگیرم، نیذاشته بوده، ای کاش من رفته بودم گیر اینا افتاده بودم، رفته بودم دنبال پادشاهی و طرف دار. اونا اقلا هم پول دارن هم خرج میکنن. شماها به جای اینکه بگی من ندارم میای طلبکار آدمم میشی. فارسید بده، نقطه منو نخوندی، من کاما گذاشته بودم شد ویرگول، ویرگولم شد. آقا ولمون کن خانم، ولمون کن. بله ممنون از دوستان. و اگر تونستی
با آقای میبودی صحبت کن آقای داریوش عزیز، و اینو که من میگم شما از بپرس، بگو آقا اگه امروز نه کی، چه زمانی؟ اگه امروز فدرالیسم برای ایران خوب نیست، حالا این بدبخت خدازده دکتر زوری علا گور باباشم کرده، شب جمعه نیست که نه، جمعه بلگردی ها رو داره می‌نویسه، فعلا مرد مشغول، ولی این حرفی که میزنه اونجوری بد نیست که اون خانم نهضت یحیی‌زاده اینجوری حمله میکنه، اون حمله میکنه. چی میگید شما؟ شما میگید ما از دیگران کمتر میفهمیم؟ کی قرار ما بفهمیم؟ بیان به ما خبر بدید که ما ببینیم بله 30 سال دیگه میفهمیم، بریم آگهی ها رو ببینیم برگردیم. و امروز آگهی قبل از آگهی های خودمون یه آگهی هست در رابطه با بی بی سی و رستاخیز سیاه‌کل که این رو برای ثبت در تاریخ این دوستان ویدیوشو فرستادن. ما ساعت 11 صبح روز جمعه قبل از کانون آوا این رو پخش میکنیم و از جمعه تا دوشنبه هم روی پلیلیست میمونه و بازپخش میشه چندین بار و بعد از اون روی یوتیوب هم میذارن، یعنی خواستن اولین پخشش توی تلویزیون سیاه‌کل باشه، توی تلویزیون مردم باشه و بعد از اون شما میتونید ببینید. پس شد کی؟ توی این آگهی بهتون میگه. بشنویم با هم. مرسی. هم میهنان مبارز، در روز جمعه 7 شهریور 1393 مطابق با 29 آگست 2014 برنامه ویژه‌ای تحت عنوان بی بی سی و رستاخیز سیاه‌کل برای ثبت در تاریخ از سیاه‌کل تیوی پخش خواهد شد. این برنامه در ساعت 7:30 شب به وقت ایران، 11 صبح به وقت نیویورک و 5 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی از طریق مردم تیوی نیز پخش خواهد شد. بی بی سی و رستاخیز سیاه‌کل برای ثبت در تاریخ مستندی درباره تاریخ چریک‌های فدایی خلق با حضور رفیق اشرف دهقانی است. در این برنامه رفیق اشرف با صدای خود برخی ادعاهای برنامه بی بی سی که به مناسبت 40مین سالگرد سیاه‌کل ساخته شده است را مورد نقد قرار داده و برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان نسبت به تاریخ واقعی چریک‌های فدایی خلق، چگونگی تشکیل سازمان چریک‌های فدایی خلق و نقشی که این سازمان در سیر تحولات جامعه ما در دهه 50 داشت را موشکافانه بررسی و حقایقی را در این زمینه‌ها عیان می‌کند. این اطلاعیه را برای سایر دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید. آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران، یکی از راهکارهایی که میتواند ما را به هم نزدیک سازد پرهیز از هر گونه قضاوت در گذشته افراد و احزاب میباشد. علاقمندان با هر گونه سابقه ای با پذیرفتن چهارچوب های جبهه میتوانند با ما همکاری بنمایند. آدرس ایمیل ما info@azadikhahan.eu، تلفن تماس 2046 70 47 55 111. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. زنده باد اتحاد، نابود باد استبداد به هر شکلش. الهام رحیمی. بنیاد فرهنگی مهرگان با نهایت مسرت برگزاری 12مین سمینار سالیانه خود را در روزهای جمعه 29 آگست تا دوشنبه 1 سپتامبر 2014 در سالن مجلل منچستر گراند حیات سان دیگو به اطلاع همگان می‌رساند.
سخنرانان به ترتیب حروف الفبا هومر آبرامیان، شیرزاد ابراهیمیان، افشین ادیب، ساناز الستی، اردشیر انوشیروانی، آرمان جمشیدی، اسماعیل خویی، عبدالستار دشوکی، حشمت رئیسی، آرتیمیس علی آبادی، امیر غلامی، کاوه فرخ، مهدی خسروی کردستانی، مهران ملکی، شاهین نژاد، الهام یعقوبیان، خسرو فروهر، امیر فصیحی، مازیار قویدل و سخنران میهمان. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفاً با تلفن‌های 858 673 7000 و یا 760 470 2629 و یا ایمیل آدرس faizefirouzi@gmail.com تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار، بنیاد فرهنگی مهرگان. به نام ایران و با درود به همیهنان گرامی، حسن جعفری هستم، عضو جبهه آزادی خواهان ایران واحد استکهلم در سوئد، آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران. برای اتحاد و همبستگی بر علیه استبداد حاکم بر ایران، یکی از بهترین راهکارهای به دست آمده به شرح زیر می باشد. 1. از هر گونه قضاوت نسبت به گذشته احزاب و افراد خودداری نموده، چون باعث دشمنی و از هم گسستگی ما خواهد شد. در ادامه بیانات جناب حسن جعفری، من محمد شهنوازی هستم، درود میفرستم به تمام مردم ستم دیده ایران. و پیشنهاد دوم، بعد از رسیدن به فضای باز سیاسی توسط کارشناسان و گروه حقیقت یا به پرونده ها رسیدگی خواهد شد. متاسفانه امروز همه ما شدیم قاضی، خامنه ای جلاد شده راضی. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. نابود باد استبداد، پاینده باد اتحاد. خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. اجازه بدید که من کنترل کنم ببینم برنامه ضبط میشه یا نه. ضمناً خبر خوب این که در فاصله آگهی ها نگاه کردم و دیدم که بله، اینجا این پراپرتی بله داره ضبط میشه. حالا ببینیم جوجه را آخر پاییز میشمارم. همون آقایی که یا خانم، میگم که اینا معلوم نیست، زن، مرد، ایرانی، خارجی هستن، همینجور با اسمای مختلف ایمیل میفرستن، میفرستن اینا. همون که نوشته بود اگر ایرانی وطن پرست هستید این ایمیل را بفرستید، نوشته بود که آدم خندش میگیره که بله، عرب ها به ما یاد دادن که بگوییم آخر شاهنامه آخرش خوشه، چون در شاهنامه در آخرش رستم سهراب رو میکشه. من میخوام از اینا سوال کنم، یعنی اینا که اومدن ایران، فردوسی که بعد از اسلام بوده، اینا که اومدن ایران نشستن، فردوسی کتاب رو نوشت بعد دادن بهش، اینا نشستن خوندن، فارسی یاد گرفته بودن، بعدم به من و شما گفتن الشاهنامه الاخرت الخش والاخرت السهراب. یکیتون بیاین شهامت داشته باشید حرف بزنید، صحبت کنید. همتونم تا بهتون حرف میزنن فوش میدید و در میرید، این کشه توی تنبون. بذارید من یه بار دیگه اینو چک کنم. میگم دیگه حالا از بس چیز شده ترسیده شدیم. 454، یه لحظه دیگه 465. این نشون میده که داره ضبط میشه، چون اگه ضبط نشه دوباره که شما میزنی یه عدد بهتون نشون میده. دوستان، من یک چیزی رو از یک ویدیویی رو، میدونید که الان یک
چالنجی، یه چالشی را افتاده که بهش میگن ice bucket، یا بعضیا میگن ice water bucket، فلان از این چیزا. یعنی یه سطل آب سرد میریزن رو خودشون، یا یه سطل آب یخ، بعضیا حتی یخ میریزن رو خودشون. جبهه آزادی خواهان در سوئد یه فیلمی برای من و شما فرستاده که من هر کاری کردم این رو بذارم توی سیستممون، قبول نکرد. حالا بذارید براتون اینجوری نشون بدم و اجازه بدین. اینم ماشاءالله انقدر تصویر بزرگه که نمیدونم با چه سیستمی گرفتن، هرچی بوده کارشون خوب بوده، سیستمشون خوب بوده. بذارید من اینو براتون بیارم اینجا. سفارت جمهوری اسلامی. بله، این دوستان طبق معمول رفتن جلو سفارت جمهوری اسلامی و این به اصطلاح چالش رو اونجا انجام دادن. من چرا حرف بزنم؟ شما خودتون ببینید، خودتون هم قضاوت کنید، خودتون هم با این دوستان در تماس باشید، نظراتتون رو بگید. من فکر میکنم که ما نباید اشتباه کنیم و همه چیز رو دور محور یه چیزی که اونم آخونده و جمهوری اسلامی هستن بذارید. بریم با هم ببینیم این ویدیو رو و نظرتون رو هم حتما حتما هم برای من بفرستید، هم برای این دوستان در جبهه آزادی خواهان ایران سوئد. اینجا سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. بچه‌های جبهه آزادی خواهان ایران پیوستن به جنبش سطل آب یخ و به مسابقه اعتراض بر علیه حکومت‌های ظالمانه جهان، به ویژه حکومت استبدادی حاکم بر ایران. خانم طاهره صادقی، به چه علت امروز به این جنبش شما پیوستید؟ امروز ما مقابل سفارت جمهوری اسلامی اومدیم تا اینکه اعتراضی داشته باشیم نسبت به حکومت‌های مستبد در جهان، به خصوص حکومت مستبد و ظالم و دیکتاتوری حاکم بر ایران. درود بر شما. آقای جعفری شما چی؟ درود بر شما. به نام ایران، حسن جعفری هستم، عضو جبهه آزادیخواهان ایران واحد استکهلم. ما امروز مقابل لانه جاسوسی در استکهلم هستیم. همونطور که مشاهده میکنید یه تابلوی داشته سر در سفارت. از وحشت فعالین سیاسی حاضر در استکهلم، این کارمندان سفارت این تابلو رو آوردن پایین که ما اینو یک نوع پیروزی برای خودمون میدونیم و امروز هم همینجا اعلام انزجار میکنیم از رژیم استبدادی جمهوری اسلامی که حاکم بر ایران هست و حمایت خودمونو از جنبش سطل آب یخ اعلام میکنیم و همه جوره پشت ملت ایران هستیم. روز باشه. خواست بذارم جناب آقای شمشیری. بله، منم حجت شمشیری هستم، جزء جبهه آزادی خواهان ایران. اومدم به در کنار سفارت جمهوری اسلامی ایران هستم که در واقع اینجا اشغال شده و اعتراضی هست نسبت به جمهوری اسلامی و حاکم استبداد بر ایران که الان آقای سید علی خامنه‌ای حاکم بر اون هست و اومدیم اعتراض خودمون رو نشون بدیم. من خاطر لطفی هستم، عضو جبهه آزادی خواهان ایران. ما برای حمایت از جنبش سر جهانی سطح آب یخ بر علیه حکومت‌های مستبد جهانی، به خصوص حکومت ظالم و مستبد ایران که اینجا سفارت جمهوری اسلامی ایران که خانه ملت رو اشغال کردن، با آرزوی ایرانی آزاد. درود بر شما. درود بر شما. همگی با هم سر خودتون بریزید. یک دو سه. درود بر شما. درود بر شما. زنده باد آزادی، نابود باد استبداد به هر شکلش، آمین باد استبداد، پاینده باد اتحاد.
دوستان چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ من این رو وقتی آقای علیپور دیروز لطف کرد و فرستاد و از من خواست که پخش کنم گفتم چشم، و تا امروز صبح ندیده بودم ویدیو رو. امروز صبح ویدیو رو که دیدم گفتم تماس بگیرم با آقای علیپور و بگم که اصلا این جنبش آب یخ کاری به هیچ دولتی نداره، راجع به یک مریضی هست. و بعد پیش خودم گفتم نه، شاید اینجوری بگم اینا فکر میکنن که ما نمیخوایم پخش کنیم. چی فکر میکنید دوستان؟ کجا داریم میریم؟ دوست عزیزمون داریوش نوشته که نه، من آقای میبودی روم اثر نیذاشت، معمولا خودم میرم تحقیق میکنم و درباره خب حالا دیگه بدتر شد داریوش جان، این عذر بدتر از گناه. اون موقع تا حالا من میخواستم بگم که شما تحت صحبتهای آقای تأثیر صحبتهای آقای میبودی قرار گرفتید و همینجوری که ایشون باور داره ملت نمیفهمن، نادانن، شما میگی ما هنوز آماده نیستیم. الان بدتر شد، یعنی الان شما قبول داری که ملت نمیفهمن، ملت آگاه نیستن. آقای میبودی این ژورنالیست هزار ساله ما تنها چیزی که از این ابوبکر نمیدونم بغدادی دیده ساعتی که رو دستشه که میگه این حتما ساعت اومگاست و ساعت رولکس. که یه نفر یه دفعه از من پرسید از آقای میبودی سوال کن که ساعت رولکس داشته یا نه و اگه داشته کی بهش کادو داده. من گفتم به من چه، ولی اینجوریه، نمیرن حتی تو گوگل، این وسیله‌ای که امروز شما تو رخت خوابم که خوابیدی میتونی آیپدت بزنی سوربی کیه برات میاد، طرف پولمون خورده دزدیده برده برامون رفته بعدم نوشته. آقای ابوبکر البغدادی کیه؟ عکساش میاد که آقا آمریکا، اسرائیل، فلان بیسار اینو ساختن انداختن اونجا، الانم اسلحه میفروشن. عربستان داعش داره میاد تا اسلحه بهت بدیم، عراق داره میاد تا برید ببینید الان توی چیز. بله میدونستم صدای سعید در میاد، میگه که سعید من میخواستم بگم که برای من بنویس که این جنبش سطل با اون مرض و اون کارهایی که کرده، مثلا آقای بیل گیت که میاد اینو میرزه رو سرش با چه کشوری مخالفه، هنرپیشه ها که این کارو میکنن با چه کشوری. ولی یه نفر یه کار درست انجام داده، اونم باز تو فیسبوکه، یه آقای فکر کنم تو کاناداست، اومده این کارا رو کرده، میگه من این کارا رو کردم نه اینکه پول ندم، چون میدونی تازه هر کی این کارو میکنه برای اینی که اون 100 دلار رو نده، ضمن اینکه آقای نمیدونم چارلیشن مثلا 70000 دلار 10000 هر کسی پولو داده این کارم کرده. بعد اون آقا، ممنونم خانم شایسته الهام اینو فرستاده من از کانادا برای من، اون آقا اون جوونه اینجوری ربطش میده، میگه وقتی که توی فلسطین مردم دارن، آدمای سالم دارن میمیرن با توپ و تفنگ، درسته که باید به اینها توجه کنیم، درسته که باید پول خرج کنیم که برن سرچ ریسرچ تحقیق کنن دواشو پیدا کنن، ولی فکر اینا باشیم بیان یه انقلابی را بندازیم، انقلابی انسانی که جلوی این کار اینا رو بگیره. حالا شما اونو داشته باش، مثلا من اگه بودم با آقای حسن جعفری میگفتم آقای حسن جعفری، یا آقای حسن جعفری من هر باهاش صحبت میکنم بهش میگم شما میگی من 30 خورده سالم ماشاءالله، شما بیبی فیس داری، ورزشکار جوان مینماد ماشاءالله، این کارو انجام بده. شما اینا رو نگاه کن، یکی از اینا نیومده با کفش استخ دمپایی آبی شورت بره اونجا. شما این پرچمو که گرفتی اولا تا من چند ثانیه فکر کردم شما لختی اون پشت، این کارو میکنن دیگه بعضیا، بعد هی میگی حالا سطل رو بریزیم رو سرمون. ببینید من مستقل بودن تلویزیون مردم اینجا رعایت میکنم، اینجا اجرا میکنم که من درسته که آقای علیپور رو دوستش دارم، باهاش صحبت میکنم، از حرفاش یاد میگیرم، استفاده میکنم، درسته که جبهه اینجا وایساده آگهی میده، تبلیغ میده، پول خرج میکنه، ولی حرف خودم، نظر خودم رو میزنم. اگه یه روزی جبهه گفت ما به شما این پولو میدیم آگهیمون رو پخش کنی به شرطی که اسم منو نیاری، میگم نه آقا پولت هم نمیخوام، برو به سلامت. شما ویدیوی اون آقا را نگاه کنید ببینید چجوری دوبارم میره توی نه باکت، میره توی سطل،
توی میگم نه باکر میره توی سیدن، نه سطل کوچولو میره توی این ظرفای بزرگ مثلا 60 گالونی، ولی بعد که میاد بیرون ربطش میده به جنبش فلسطین، جنگ فلسطین، اینها شما اینو خیلی قشنگ میتونستید ربطش بدید، ولی نه این که به قول خودتون رفتید دم یه سفارت عقب افتاده ای که تابلوش رو از ترس شماها برداشته. واضح نه چرا این تو گودی سفارت ایرانی هرچی بارون و برف هست که میره اونجا. به نظر من ما دوستان قاطی کردیم، حرف هیچ کس هم نمیخوایم گوش بدیم. یکی نمیاد بگه خب این خانمه من ویدیوهاشو دیدم، اون خانم طاهره یا آقای شمشیری یا همین آقای جعفری اینها، من کاراشونو دیدم، اینا اهل خوندن، اهل مطالعه، اهل رو فیسبوک دنبال رفتن ویدیوها و اینا هستن. یه دفعه همچین ویدیویی میاد بیرون، آقا یه سپایه 15 دلار، شما سپایه رو میذاری اینجا بهش میگن ترایپاد، میذاری اون ور خیابون، دوربین رو روشن میکنی، خودتونم آقای علیپور صدای شما بود فکر کنم، خودتونم میای جای اینا اقلا 4 نفر 5 نفر نشون بدی، یه دوربین لرزان، دوربین لرزان، تابلو لرزان، آب میخوایم بریزیم رو سرمون میگن تابلو رو نگهدار، نمیدونیم شورتمون رو نگهداریم یا آب رو بریزیم رو سرمون. درست نیست عزیزان، غلط کارمون، اگه درست بود به یه جای رسیده بودیم. همون چیزی رو که من دیدم، به خدا والا به جان بچه هم بنده امروز با آقای سعید صحبتی نکردم، این فیلم رو نشون دادم ببینید این چی میگه. اولا به جای شعور نوشته شور، من فکر کنم میخواد بگه ما ایرانی ها شور همه چیز رو در میاریم، نوشته آخه شعور هم چیز خوبیه، آب یخ روی سر ریختن جنبشی نیست، این یک عمل خیریه و خیرخواهانه است برای آگاهی مردم از بیماری لوگریک. آخه اینه نماینده کی هستن؟ اینها نماینده کی هستن که نمیدونن سطل آب برای چی رو سر میریزن؟ شما هدفتون از این کار اگه این هست که 2 نفر جلب بشن، 2 نفر فراری میشن، میگن بابا اینا اگر، من نمیدونم، میخواستم خفه خون بگیرم حرف نزنم، ولی من اگه میتونستم خفه بشم که وضعم بهتر از این بود، به جایی نمیرسیدم که امروز به اون دوستمون بگیم آقا کفن جیب نداره، اونم هرچی دلش بخواد بنویسه. خب کامران، این آقای باهوش ما، ورداشته نوشته هه هه این گروه گیج هستن، تبلیغشان را در تلویزیون مردم دیدم، یک تبلیغ میگه راجع به گذشته مردم قضاوت نکنیم، تبلیغ دیگه میگه به پرونده ها رسیدگی میکنیم. کامران، چه باید کرد؟ بیاین صحبت کنیم ببینیم. کامران جان اگر وضع مالیت خوبه حمایت کن. اگر تام نمیگه آقا به اون دلیل، اون یه چیزی بود، یه ضرب المثلی بود، مثل یه الاغی زیر بار داشت میبرد، بعد مثلا اونی که صاحب بار بود میخواست پول این الاغ و زحمت این ساب الاغ و اینا رو نده، هر جوری بود بعد دنبال بهانه میگشت، آخرش بیچاره بار زیاد بود، این الاغه یه بادی ازش رها شد، بعد صاحب بار گفت که یا ضرب المثلی در این مورد هست، صاحب بار گفت آها این الاغت باد ول داد، کرایه باطل شد. دوستان ما اینجوری هستن، دوستان ما عین دست نمازن، به یه بادی باطل میشن، وضو میگیری میای 5 دقیقه دیرتر میشینی مثلا فیلم مراد برقی رو نگاه میکنی، میخوای بری نماز بخونی، یه گازی ازت در میره، وضوت باطل میشه. این دوستی اینا هم اینجوریه، دوستی فیسبوک، دوستی تلویزیون، آقا قربونت برم من شب اگه تو برنامه شما رو نگاه نکنم خوابم نمیبره، همینه که نگاه کنه خوابش ببره. ولی حمایت، هر چی ما میگیم اول ماه، آخر ماه، وسط ماه، بعد تازه طرف میگه آقا بذار من بیام برنامه بذارم، برنامه توپ میشه، من بیام مردم کمک میکنن، میگم شما خودت کمک کردی تا حالا؟ ساکت میشه. شانس آوردم گوشی رو قطع نکرد، حداقل خداحافظی کرد. خب دوستان عزیز، تشکر از دوستی که برنامه دیدار یاران رو ارسال کرد، مرسی. و آقای پرویز مینوی امشب ساعت 7 شب به وقت نیویورک، جمعه
جمعه ساعت 11 صبح ویدیوی سیاهکل رو بهتون نشون میدیم. سایت بسیار آسونی دارن، siahkal.com، و دو سه تا وبلاگ و بلاگ و اینها دارن. اونا هم زحمت میکشن، مقاله مینویسن، فیلم درست میکنن و کارشون هم به نظر من خوبه. و اما جمعه ساعت 11 ویدیوی سیاهکل، 12 کانون آوا. تا امروز نمیدونم مهمونامون کیا هستن، معمولا من چهارشنبه است یا پنجشنبه صبح میرم وبسایت avaassociation.de رو نگاه میکنم، مهمونا رو ببینم کیان، عکس میگیرم میذارم. بعد دو جمعه، دو بعد از ظهر، سوربی با مردم، من با شما خواهم بود. ساعت 4 دیدار یاران، باز هم در خدمت خانم فرح دوستدار خواهیم بود. این دفعه حتما یادم باشه که ضبط میکنم، دوستانم داریوش و استدی و اینها حتما به من یادآوری کنن. و اما آقای بابک هروی یک ویدیوی جدیدی ساخته، بعد از اون ویدیویی که ساخته بودن و من به اصطلاح نظر خودم رو گفتم. بابک جان میبینی من قریب خودی سرم نمیشه، همون جوری که اون روز، حالا یا میخوای بگی یقتو گرفتم، یا میخوای بگی مچ پاتو گرفتم، یا میخوای بگی رو میز تشریح درازت کردم، امروز میبینی وقتی میبینم جبهه کاری داره میکنه که اشکال داره، اون رو هم میگم. وقتی که اون رو گفتم، این ویدیو رو خب وقتی میبینم خوبه، یک تاپیک و موضوعی رو آوردی باز میکنی توضیح میدی، ازت تشکر میکنم. آخرین تحولات داعش در منطقه و اسد ایران را دور زد، بابک هروی صحبت کرده. از دیروز تالا روی چیز گذاشت، از پیروز تالا روی پلیلیست هست، روی فیسبوک هم هست، روی خبربین.com هم که وبسایت خودش هست هست. دیگه از این بهتر من نمیدونم چی بگم. بله، میگه که شما که مکس رو میشناسی، مکس این کار کرد، منم تشکر کردم براش. ویدیو رو اون نساخت، اون MP3 صدای ویدیو رو فرستاد. من حالا نخواستم بگم، ولی چون شما گفتی، من اون روز حدود یک ساعت وقت گذاشتم همین که عکس خودم رو بذارم، هر وقت خانم فرح دوستدار صحبت میکنه عکس ایشون رو بذارم، چون آدیو اومده بود ویدیو نبود، من ویدیو براش درست کردم ساختم. دیگه این هم تحفه ایست، به قول معروف تحفه درویش خدمت شما. و دوبار تشکر کردم، بازم تشکر کردم. نمیدونم، مکسم به یه دلیلی از من قهره. بابا اون دوستی، معرفت، اینا به ما دستور میده. من اگر میخوام از داداشم قهر کنم، براش یه ایمیل میزنم، میگم داداش من ترجیح دادم دیگه با شما ایمیل نفرسم یا با شما تلفن نزنم. من نمیدونم ما چرا این ساده ترین کارها رو بلد نیستیم. آقا اقلن بدونیم به چه گناهی مورد غضب شما واقع شدیم. در هر صورت ممنونم بازم که با وجودی که اینجور بود من تا گفتم شما لطف کردی فرستادی برای اون و اون هم برای من فرستاده. بله، آب یخ روی سر ریختن جنبشی نیست، این رو خوندم، ممنونم. باورت میشه سعید تمام ایمیلای تو توی جیمیل میره اینجا؟ میشه مثلا چون مال AOL هستی اینا به این وسیله رقیباشون میخوان از من هی مینیسن بابا این نات سپم دوباره میاد. الان بهت نشون بدم دیگه، اصلا میخوای بیا اینجا روی صفحه بهت نشون میدم که شما ببینی. و ببین هر ایمیلی شما میفرسی روزانه، بعض وقتا ما دو سه بار با هم ایمیل بازی میکنیم دیگه، درسته؟ صفحه رو ببین، اینجا کامرای 3 ببین، اومده نوشته اسپم، من میرم این بالا میگم که نات اسپم، یا اینو درست نگرفتم، باید از بالاتر میگرفتم. خدایا پیر شدیم، چون پیر شدی سربی از تلویزیون برو بیرون. ببین این یکی الان میبینی این بالا نوشته این اسپم، اینجا نوشته دلیت فور ایور، اینجا نوشته نات اسپم، من میزنم نات اسپم. باز هم دوباره دو دقیقه دیگه شما یه چی که می‌نویسی شما رو می‌فرسته تو اسپم. ولی اکوفاکس، نمیدونم لون فلان، ای سیگار، صد بار میاد، صد بار میرم میزنم این اسپم، دوباره می‌فرستتش. کسی با جیمیل و فیلترینگ هیچ موفقیتی داشته که اگر
سوربی برات ایمیل میفرسته نمیخوای، میری میزنی به دو صورت، یکی میگی ایمیلای سوربی نیاد، یکی میری میگی هر چیزی که از مردم تیوی میاد من نمیخوام. من فکر کنم اینا اصلا دکون باز کردن که وقتی ما میگیم اینو نمیخوایم میگه آها پس این میخونتش که میگه من نمیخوام، براش دوباره بفرست، سه باره بفرست. چه باید کرد از دست اینها؟ پس چه باید کرد؟ این برنامه سوربیه. چه باید کرد با این جنبش ها؟ چه باید کرد با این دوستان؟ چه باید کرد با جیمیل؟ چه باید کرد با شما؟ هستید هنوز؟ یا گفتید بابا سوربی حرف پول زد ما بریم؟ خب آقای بردیا سپند همون روز جوری که من اون روز بهش نق زدم و ایراد گرفتم که آقا شما میخوای یه شبکه‌ای رو رهبری کنی یا دنبال روی آقای رضا پهلوی هستی، یه اینترنتی نداری که یک اسکایپی داشته باشی، حالا باید از قدردانی کنم، اقلا ایشون طرفدار پادشاهی هست که فحاشی نمی‌کنه، نوشته‌های دیگران رو پاک نمی‌کنه. همین اقدام نشون میده که آقای سپند قبول کرده مردم میفهمن. میگه آقا سپند مینویسه به این قشنگی به این خوبی، سوربی هم میاد با حماقتش مینویسه، مردم میگن آها سپند داناست سوربی نادان. ولی خانم پانتا اینجوری نیست، میگه مردم 70 میلیون نمیدونم بیشعور و نفهم و اینها، عکسشو بهتون نشون میدم، فکر نکنید من از خودم در میارم. اولا من بهتون بارها گفتم من قبل از برنامه که بیام اینجا این شاخامو میتراشم، چون از صبح تا شب از دست این دوستان شاخ در میارم اینجا، که مگر میشه کسی اروپا آمریکا همون تو ایران کوفتی نشسته باشه تو قرن 21 هنوز بگه مردم اینجور اونجور؟ چه فرقی میکنی با آقای خامنه ای که میگه مردم سفیهن و من ولایت فقیهم؟ چه فرقی داره؟ فوش میده به اسلام و اینها که آخوندا اینجوری گفتن و نمیدونم گفتن که این یه چیز الهی بوده. میگم خانم، من که نمیدونم خانمی آقایی هستی، اقلا اون وقتا میگفتن خر نره از فلانچیش میشناسن، شماهایی که قایه میدید ما فلانچیتون هم نمیبینیم. خانم آقا مگه شاهنشاه آریا مهر شما نمیگفت حکومت پادشاهی یا پادشاهی موهبتی است الهی که از طرف خدا به دست مردم به من واگذار شده؟ چرا آیت الله فکل کراواتی و تاج رو قبول داریم، آیت الله احمق با نمیدونم عمامه رو قبول نداریم؟ بت پرستی. نه یه خانم عزیز من، خواهر گرامی، برو بخون ببین چرا مردم با آقای رضا شاه موافق نبودن. چرا جنگ که میشه پادگانا اونجوری میشه؟ مگه ایران ارتش نداشت؟ مگه شما نمیگید ارتش درست کرده بودن چنین و چنان؟ خب همین کارا رو میکنید. داریوش امروز میگه ما هنوز فهممون نمیرسه. 3000 سال پیش ما، 2500 سال پیش ما ارتشی درست کرده بودیم، 10 تا از این ور 10 تا از این ور، اون جاودان و اینا میدونید که گارد جاودان از اینجا میاد، بعد 100 تا و 100 تا میشه 10000 تا، هر یکیش که میمرده یه نفر دیگه میمده جاش. یعنی این ارتش همیشه این شکلی 2500 سال پیش از ایران بلند میشن میرن یونان، به قول خودشون فرمانده هم زن بوده که بعدن معلوم شده چرا فرمانده زن بوده. آقا هرچی مرد بوده زدن داغون کردن، زنه رفته شده فرمانده ارتش، نمیدونم کی بوده، پانتا نبوده، اون یکی دیگه چیه؟ چطوره که اون موقع ما ارتش داشتیم، زمان رضا شاه ارتش نداشتیم که اینجوری تو جنگ چیز از بین بره و داغون بشه؟ جوابش همین دوستمون نوشته، ولی چون جیب کفنش پاره هست من نمیخونم. و چقدر قشنگ توضیح داده، نمیخونم بابا، نخونم اقلا در سرای بعدیشو ندارم، بخونم طرف میاد فوش فضیحت میده. اوباما رو گیر انداختم پیداش کردم، بریم با هم نگاه کنیم، امیدوارم این بار دیگه درست باشه و این آبرو ما رو نبره. اگه اینجوری باشه من مجبور میشم اینا رو براتون بذارم تو سیستم خود کامپیوتری که پلی میکنه. بریم اینجا اینو خاموش کنیم. شما هم دارید یاد میگیرید کم کم، کامرای دور رو باز میکنیم، روی این دکمه میزنیم، این صدایی که میاد چلق 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 مال شادر یا مال اون دریچه های دوربینی هست که دارن اونجا عکاسی میکنن. فکر نکنید من اینجا الان نشستم با قاشق چنگال میخوام چی بخورم. بفرمایید.
عرفني أيضا أنت منحني هذا الوسام نحن الزيارة. یکی به من بگه این الله و زنجین که انداختن تو سینه آقای اوباما حتی اگه طلای 24 باشه پولش 2.3 میلیون پوند انگلستان میشه. اینجاست باز که ما دوستانی که میخوان یه چیز بنویسن، آقا اصلا این ارزش پولیش مهم نیست، این بی ارزشی اوباما رو میرسونه که چگونه اونجا سر باید فرود بیاره تا این پادشاه یا نمیدونم یکی از این شیخای اونجا این قلاده رو بندازه گردنش. مثلا کسی کاری اینا وقتی این چیزا رو دارن، بله صحبتایی بود که آقای کلینتون برداشته اینا رو خواسته ببره و نمیدونم یه مش از این صحبت ها بود و بعدم اونا اومدن گفتن نه ما فقط چیزایی که هدیه خودمون بوده و اینا، ولی این چیزایی که میاد اینا رو باید برگردونن توی اون کاخ سفید و اون بنیاد رئیس جمهوری و بعدم میره تازه اگه قرار باشه جای بمونه توی کتابخونه های رئیس جمهورا که اینا درست میکنن اونجا میمونه که بله مثلا این خودکار رو فلانی داد به این قلاده رو فلان پادشاه شیخ عرب انداخت گردن اوباما. ولی از این که اوباما از جورج بوش بدتر هست هیچ حرفی توش نیست. از این که ماها اشتباه کردیم فکر کردیم این میاد اینجوری میگه و اونجوری میگه این کارو میکنه، نه ایشون آمده حالا میخواد به سفید پوستای مثل جان کری و نمیدونم جورج بوش پسر و جورج بوش پدر و اینها دیک چینی ثابت کنه که ببین من میتونم سیاه باشم و از شما بدتر باشم. نه جنگی رو تموم کرد، نه زندانی رو بست، نه وضع مردم خوب شده. چیزایی رو که تو سال 2008 گفت تو سال 2012 همونو گفت، یعنی هیچ کدوم از اونها رو کم نکرد. باید کار پیدا کنیم، باید این کار رو انجام بدیم، این کار و این کار. دوستان من هنوزم فکر میکنم فیسبوک رو اگه ببینیم و از رو فیسبوک با هم صحبت کنیم برنامه جالبتری خواهیم داشت. بذارید من ببینم اون چیز رو که بهتون گفتم، اون جنبش آب سرد یا جنبش ایس باکت رو که خانم شایسته لطف کرده فرستاده. شایسته هم اسم مرد میتونه باشه هم اسم زن، نه؟ یا فقط خانم ها هستن؟ چون من در آلمان که بودم دو تا دوست داشتیم ازشون هم بیخبرم، خواهر و برادر بودن، شایسته و جواد. جواد یه پاش هم اشکال داشت و اینها. اگه کسی این دوتا رو میشناسه میدونه کجا هستن بد نیست. فامیلشون رو نمیدونم متاسفانه که روی فیسبوک دنبالشون بگردم. خب فیلم اعتراض و شورش زندانیان رو بهتون نشون دادم، بیاین بریم این باکت ایس رو ببینیم و ببینیم که این جوون، البته این گفتهاش مهمتر از اون چیزیه که میبینیم. این رو هم همون با دوربین تلفن، میدونید دوربینای تلفن این روزا خیلی از دوربینایی که تا چند سال پیش توی استودیو بود قویتر بهتر تصویر میگیره. من این آقا رو نمیشناسم، این کی هست و خواننده است، هنرپیشه است، چیه، ولی اصلا برای من مهم نیست. مهم اینه که اون کاری که کرده و اون پیامی رو که این فرستاد و دوستان ما در جبهه آزادیخواهان ایران نتونستن بفرستن، اون منو جلب این کرد، باعث شد برای 6700 نفر بفرستم و اون باعث شد من انتقاد کنم از دوستان. ببینیم باز میشه. This is my ice bucket nomination, so thank you very much, Neil Thomas. Well, show you how to do it properly, yeah? See that? That's 25 bags of ice. And this is a wheelie bin. Fuck. Oh, sit down. Go, go, go. Fuck. Oh. Keep filming. But the thing is, turn it round, man. You're filming yourself. But the thing is, I was nominated twice.
Round two. Fight! Kill me yourself. Ready? Keep going. Stop! This is my ice bin challenge. Come close. I wish I believed that doing this would cure ALS or even aid in that cure. I do not. I do not want you to donate anything to the ALS Association in my name. According to the association, 20%, 27% of their contributions go to researching the cure for the disease. However, last year's tax returns tell a different story. Their CEO alone got over £300,000. Half of their contributions go to wages, the other half go to medical schools that are tightly connected to the pharmaceutical industry. Maybe we should force corporate pharmaceutical giants to release the many cures for cancer that already exist so that we could use the £160 billion annual profits they make to invest in the cures for other diseases like ALS. My challenge is for the people of Gaza, Ukraine, Syria, Libya, Iraq, and every other country that's been decimated, pillaged, and stripped of its natural resources and wealth in the name of freedom by our corrupt corporate governments and their bullshit Western media puppets. We should all feel ridiculous pouring cold water on ourselves when some of these people don't even have access to any water at all. Maybe we should take a bullet or let someone blow up our house instead. Remember, it's us that allow our government and the banks and corporations that they serve to do this. The challenge shouldn't be an ice bucket. It should be to take to the streets and rid the world of this scum. If you agree, then like this, share this, and join the cause. Viva la Rev. خب ببخشید دوستان. دیدید. من برای آقای بردیا سپند یک ضرب المثلی نوشته بودم. نوشته بودم کسی که میخواد سه نقطه بخوره، قاشق سه نقطه خوریشو با خودش میبره. ایشون بهش برخورده بود، بهش گفتم که در مثل مناقشه نیست. بعد یه چیزی دیگه گذاشته بود که آقای رضا پهلوی میخواد رفراندوم بذاره، انتخابات آزاد بذاره. گفتم ایشون منو یاد این ضرب المثل میندازه که شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. حالا اینجا شما ببینید این آقا فقط اون آیس و یخ رو نخریده بود، اون سطح‌های بزرگ رو آماده کرده بود، از همه مهمتر اون نوشته بود، اون نوشته بود، نوشتش رو چند صفحه نوشته بود و دیدید چه کسایی رو زیر سوال برد. میگه این پول و اینا انقدر درصدش میره برای تحقیق، انقدرش میره باز با همون اونایی که شرکت‌های دارویی و اینا که اصلا دنیا رو به بدبختی کشوندن. شما ببین دیگه الان دکترا ام دی نیستن، مدیکال دکتر نیستن، maintain diseases. یعنی شما وقتی میری آزمایش میکنی، بله خیلی ممنون، قرن 21مه، فهمیدیم کلسترولمون بالاست، میگه اوکی اینو بگیر، نسخه هم دیگه برای 9 ماه برات مینویسه. چرا؟ چون اون شرکته این دکترها رو میفرسه مسافرت های این ور اون ور با زن بچه. آقا بی برو کنکون، بیا نمیدونم بچهت میخواد بره دانشگاه، ما اونایی که دکترن و این قرص رو استفاده میکنن به بچهشون انقدر فلان میدیم. شما باورت میشه چجوری اینها مثل عنکبوت توی زندگی من و شما وارد شدن؟ بعد مجبور کردن اون دکتری که رفته قسم خورده، من وقتی میرم فیلم برداری میکنم از فارغ التحصیل اینا، اون قسمشون رو اونجا میخورن، قسم میخورن، سوگند یاد میکنن، سوگندشون هم مثل سوگند آقا رضا نیست که بگن ما یه شکری خوردیم، اونجا که نبود چهار تا آخوند که این سوگند ما رسمی بشه، حالا هر وقت رفتیم ایران دوباره شکر میخوریم و سوگند میخوریم. سوگند میخورن، ولی سوگند اینها هم اینجوریه که در همین رابطه من از آقای پروفسور کوروش استوار خواهش کردم، چون دوشنبه ها و چهارشنبه ها درس میدن نمیتونن، یکی از روزهای جمعه با ما باشن. این جمعه نه، جمعه های بعد. ضمناً این جمعه که میاد لانگ ویکنده، اینجا آخرین روزهای تابستونه، تعطیلی تابستون، اینها به اصطلاح میدونید اینا تابستونشون یه وقت شروع میشه با مموریال دی، روزی که قدردانی میکنن از اونایی که تو جنگ بودن و کشته شدن و شهید و مجروح، اینها تابستونشون تموم میشه، گفتم زمستون تابستون، با اون شروع میشه، با این تموم میشه. حتی استخراشون توی اون روز باز میشه، اینجا میبندن توی این منطقه، حداقل اینجوریه.
تو کالیفرنیا نمیدونم، شاید تو کالیفرنیا یا تگزاس یا آریزونا 9 ماه از سال مثلا استخرها باز باشه، ولی اینجا استخرها وقتی شما خونه داری که استخر داره، آپارتمان داری، اینها استخرها شخصی نه، اون استخرها از مموریال دی باز میکنن، همه هم جشن و سوسیس و آبجو و فلان، لیبر دی هم میبندن. این ویکندی که داره میاد، امروز الان 27مه، فردا با آقای حسین مختار زیبایی خواهیم بود، پنجشنبه 28م با ایشون خواهیم بود، امروز 27مه، بعد جمعه 29م و بعد 30-31 و اول سپتامبر 4 روز تعطیله. ولی من فکر کنم برنامه‌ام هم جمعه هم دوشنبه با شما باشم، مگر اینکه یه دفعه دوشنبه یه قضایی بلایی سرش بیاد که اون رو روز جمعه بهتون میگم. این هم از این. ساعت 3:48 است. دوستان از برنامه امروز چیزی یاد گرفتید؟ آقای یوسف هنوز با ما هستی یا از طولانی بودن برنامه ما خسته شد؟ کجای برنامه ما طولانیه؟ درباره این هم موضوعات مختلف صحبت میکنیم. امیدمون اینه که یک نفر یک موردی رو متوجه بشه. بنویسید، بیان رو فیسبوک شرکت کنید، بنویسید بگید که چی کجا متوجه شدید و با هم بریم برنامه ها رو پی بگیریم. و اما در همین فیسبوک ناغلا اینجا نوشتیم که اوباما اجازه جاسوسی هوایی از داعش را در سوریه صادر کرده است. میدونید که توی آمریکا چیزی که اینها رو این لاین نگه می‌داره، یعنی مجبورشون می‌کنه درست کار باشن، چون هیچ کدوم از اینا نمی‌خوان درست کار باشن، این فری پرس هست، خبرنگارای آزاد، خبرنگارای با شهامت، خانم پانتا، خبرنگاری که جونش رو به خطر میندازه، ویسل بلورا نمیگن آقا دسیسه میاد ما رو میکشه، من فعلا از فیسبوک پشت عکس کوروش کبیر فوش بدم، بعد آقا رضا اگه رفت اونجا شاه شد، منم که خب بابام فلانی بوده، با بابای ایشون کمیشنها رو با هم میخوردن، منم شاید رفتم اونجا باز دوباره شدم بچه فلان. اینجوری نیست، فداکاری میکنن، جونشون رو میذارن در طبق اخلاص. بله، اوباما دیگه وقتی که خبرنگارا رفته بودن و گفته بودن آقا ما از روی گوگل، از روی گوگل ارث میتونیم ماهیانه اینقدر پول بدیم، لحظه به لحظه حرکت این داعش رو دنبال کنیم، دیگه اوباما دید دیگه خیلی اوضاع خیته، گفت اوباما اجازه جاسوسی هوایی از داعش را در سوریه صادر کرده است، که سوریه هم اون موقع گفت این کار شما خلاف قانونه و تحریم به مرزهای ما میشه. میدونید که همون جوری که رو زمین مرز هست، روی هوا هم مرز هست. و اما این دوستانی که از غزه و فلسطین و اینور اونور دفاع کردن، از طرفی ما هی اینور اونور میشنیدیم که بعضی از دوستان میگفتن آقا نمیدونم ایرانی ها اینجور اونجور، شما به فکر غزه هستین و فلان. ما گفتیم خب بذارید اینا هر چی میخوان بگن، حالا که صلح شده و قراره که این صلح هم اوپن اند هست، یعنی ددلاین یا براش نگفتن 3 روز دیگه یا 3 ساعت دیگه، ما هم گفتیم که بابا شما درست میگی، آقای یاسر عرفات، همسرش، خانوادهش، دوستاش، فلان، همه دزد و پدر سوخته بودن، ایران انقلاب شد، بلند شد اومد اونجا، خیابون کاخ شد خیابون فلسطین، سفارت اسرائیل شد سفارت فلسطین، یه مشت پولی هم گرفت و رفت. همین احمق وقتی که ایران و عراق جنگ شد، رفت با اون صدام و گفت من قبل از اینکه مسلمان باشم یک عربم و صدام برادر من هست، با اون که دیگه ماجراهاشو میدونید. حالا چرا آخوندا هنوز این ماجرای فلسطین رو ادامه میدن؟ اونا منفعتی هست که بعدن معلوم میشه. همین آقای یاسر عرفات که حیف کلمه آقا به این دزد بگیم، که وقتی مرد معلوم شد چقدر پول و ثروت و اینها گذاشته برای خانمش توی فرانسه و کشورهای دیگه، همین احمد خروس، این چیزش که مینداخت رو کلش، این در زمان جنگ صدام با کویت هم باز کنار صدام وایساد. برید بزنید صدام عرفات ویدیوز، میبینید که باش مصاحبه کردن، بعد طرف میگه آقا این دفعه آمریکا با صدام در افتاده،
نمیفهمی که اگه این از بین رفت بعد تو میمونی و این عربا با همون چک و چیل زشت‌تر از من که وقتی حرف میزد خدا زیادش کنه یه نیم کیلوی لبش فقط آویزون میشد با اون انگلیسی بدتر از منش توضیح میده که نه 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 شما نمیفهمید، صدام از بین نمیره و فلسطین هم از بین نمیره و همیشه اینا که معمولا یه سری آدم های احمق هستن فکر میکنن از همه بیشتر میفهمن. میگه اشکال ما اونی که دانشمند هست نیست، چون اون میفهمه که نمیفهمه و میره دنبال یاد گرفتن. اشکال ما اونیه که نادانه و فکر کنه همه چیز رو میدونه. دوستان هم میان اینجا نظر میدن، ممنونم ازشون. مثلا اینجا مصباح، والا نمیدونم، مصباح میلکی وی، حالا فامیلی میلکی وی با ایرانی چه کار داره من نمیدونم. میلکی وی که میدونید اون راه شیریه که توی فضا و اینا استفاده میکنه. نمیدونم وقتی ما داشتیم مثلا تو زمان شاه آقای فلان ریپورتر، لابد اینها هم از نواهای بابای انگلیسی هستن، فامیلاشون میلکی وی هست. یا یکی دیگه به نام الهام، الهام نوشته عرفات هم اشتباهاتی داشت و نظراتشون اونجا می‌نویسن. شما مگه نظراتتون رو بنویسید ما هم میتونیم اینجا بیشتر صحبت کنیم. ولی جالبتر از همه آقای بردیا منوچهری نوشته اینها سقط شدگان راه اهریمنی هستند، به همین زودی هم نوبت به سید علی گدا میرسه. این هم از این ماجرای فیسبوک ما و اینکه شماها هم میتونید بیاین و باهاش اونجا شرکت کنید، بنویسید. و این هم باز اون چیزی که در رابطه با آقای مسعود بارزانی گفتم و آقای ظریف، که بارزانی از ایران سلاح و مهمات دریافت کرده ایم و اما رئیس سابق CIA گفته که داعش به زودی به آمریکا حمله میکنه. میدونید که از بعد از سپتامبر 11 FBI CIA اینها همه هزینه ها و بودجه ها رو چندین برابر، نمیدونم بگم 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر کردن. آمریکا که یکی از افتخاراتش این بود که دولتش کوچیکه و مردم بیشتر کارا رو انجام میدن، دولتش چنان بزرگ شده که میبینید برید اون ساعت بدهکاری آمریکا رو ببینید و ببینید میتونید 2 دقیقه نگاش کنید. از همه دنیا داره پول میگیره، چه با زور، چه با قرض، چه با بدبختی، همش مخارج اسلحه و این و این که اون میخواد به اون حمله کنه، اون میخواد به اون حمله کنه. کجا میخوان برن و کجا برسن من نمیدونم. البته یه دوستمون به نام آقای بهمن میکان نوشته که انشالله، من گفتم آقا نگو تو رو خدا ما تو آمریکا هستیم. بله بیاین اینجا، ما اینجا نوشته بودیم که همون چیزی رو که اون دوستمون، دوستی که جیبش کفن نداره، کفنش جیب نداره، اصلا کفن نداره و قرار مثل قو سرش رو بکنه تو آب و بمیره، نوشته بودیم که آیا دلیل مردم ایران برای نفرت از رضا شاه بی سواد بودن او بود؟ و دنبالش این بود که نه، مطلقاً چنین نبود. چرا؟ شما باید بیاین نظر بدید. حالا دوستانی که آمدن نظر دادن، گفتم اینو توی اون قسمت چیز شخصی خودم هم گذاشتن، اونجا نظر دادن، خانم پانتا بوده، خانم نیر بوده و دوستان دیگه. این جنبش آب یخ یا چالش آب یخ و اینها، سطل آب یخ، یه وبسایتی هست به نام 666. شما میدونید این عدد 666، 666 علم عدد شیطانی است. چرا ایشون برای خودش انتخاب کرده نمیدونم. سلطنت طلبان و چالش سطح آب یخ، این اومده کاریکاتور یا کارتون کشیده، نوشته که اینها جای دیگه شون به اصطلاح میسوزه روی آتش، سرشون رو توی آب میکنن. بعد دوستمونم از دنور نوشته که خانم شهلا و فرهوهر کجا هستن. آقای فرهوهر که لطمان در مسافرت داره میاد به طرف کالیفرنیا که فردا پس فردا به اصطلاح در اون کمیسیونی که خوب شد یادم افتاد در این سمینار مهرگان شرکت کنه. ما هنوز 10 تا تیکت مهرگان رو داریم. سعید منتظر تو بودم که بهم خبر بدی، بابک منتظر شما بودم که ببینم میخوان یا نه. یه دوست دیگه هم از همینجا از منطقه اشتون
اشبرن ببخشید اشبرن گفته بود من فامیل اونجا زیاد دارم، قرار بود بپرسه، ولی ما معمولا به قولی که به دوستان میدیم خیلی عمل نمی کنیم، یادمون میره. همون کلمه‌ای که گفتم بنویسید که نو تانک یو، با اونا صحبت کردم نمیخوان فلان. البته فرقی هم برای من نمیکنه حقیقتش، چون از کسی دیگه برای من گفته بود من میدادم به اون، برای شما مینوستم ساری دیر گان، رفتن دیگه نیستن. دیروز باز آقای انصاری خواست از من که من این DVD شماره 3 رو بذارم. علت اختلاف مالی انصاری و پهلوی چیه؟ مثلا یه خانم یا یه آقایی چی بود؟ آدری هاپرن بود؟ کی بود؟ هنرپیشه، خیلی دوتا خواهر بودن اگه اشتباه نکنم، خیلی هنرپیشه سنگین رنگین، این ورچه عکس اونو گذاشته بعد با اون اسم میاد این ورون ور چی می‌نویسه؟ خب اصلا این مایه خجالت شرم ننگ برای یه نفر که تو قرن 21 از فیسبوک، از گوگل، از یوتیوب اینجوری استفاده کنه. بله، اینم از این ماجرا. و اما نیر خانم که خیلی به سگها و حیوانات و اینها کمک میکنه، لطف کرده بود اون روز این رو گذاشته بود که دوستان شیرازی عزیز، این سگ کوچولو در خیابان فرهنگ شهر شیراز پیدا شده، کمک کنید که صاحبش را پیدا کنید. جنسیت نر، نژاد شیتسو تریر، در صورت شناخت با شماره 093-644-18-341 تماس بگیرید. این هم عکسشه. البته این سگا دیدید همشون یه شکلن، یا به نظر من همه اینا یه شکل میان و صاحبشون اونا رو از هم تشخیص میده. میدونید که ما مثلا ما همه ایرانی ها به نظر خارجی ها یه شکل میان، همونجوری که همه کره‌ای ها، چینیز ها، ژاپنی ها به نظر ما یه شکل میان، همونجوری که سیاه ها به نظر ما یه شکل میان، و وقتی بهشون بگیم اه تو فلانی شبیه اون هستیم، از بعضی هاشون ناراحت میشن. این هم از این. و اما من داشتم دنبال این ماجرای خانم پنتها میگشتم. بذارید روی فیسبوک خودم هم شما رو ببرم. این به نام شخص شخیص خودم هست، اینجا نوشتم و بله اینجا هست اون چیزی که من باید به شما نشون میدادم. این هم باز یکی از اشتباهای منه که من باید وقتی به مردم گفتم من دیگه اینجا چیزی نمینویسم، ننویسم، خودم اول به خودم احترام بذارم تا اونام هم این کار رو انجام بدن. فردا صبح این کار رو میکنم، دیگه توی صفحه شخصی خودم چیزی در رابطه با تلویزیون نمینویسم. ممکنه برای خودم بنویسم، شما میتونید توی این صفحه به صورت پیام برای من بفرستید مسیج، یا به صورت عمومی کامنت بنویسید. اینم از این. ما همون ویدیو رو گذاشتیم اینجا و ببینید دوستان، آیا دلیل مردم ایران برای نفرت از رضا شاه بی سواد بودن او بود؟ مطلقاً چنین نبود. مقالم اونجا هست و فیلمم ویدیو رو ما گذاشتیم، شما باید بشینید نگاه کنید، نظرتون رو بنویسید. نمیدونم نیر خانم اینو نگاه کرد، توجه به سوال کرد یا نه. ایشون نوشتن جناب سربی، امیدوارم که روز خوبی را شروع کنید. در ضمن مردم نه تنها از رضا شاه نفرت ندارند که هر دقیقه هزار بار میگویند روانت شاد که ایران را از نابودی نجات دادید. یادتونه این آقای قرائتی آمده بود یه شکری خورده بود، گفته بود حضرت علی تو مسجد مثلا شبی اینقدر نماز میخونده. یه نفر اومده بود گفته بود بیاین فرض کنیم حضرت علی از 8 شب میخوابیده تا 8 فردا صبح، 12 ساعت ضرب در 60 دقیقه، اینجور اونجور اونجور. ببینید دوستان، وقتی حرف مفت میزنیم اینجوری به سربی اجازه میدیم تا حرف مفت ما رو با حرف مفت آقای قرائتی و حرف مفتی که از حضرت علی نمیدونم بوده، همینجوری اینا همه رو بریزه توی یه سطل، بریزه توی یه میز، بریزه روی یه میز. ببینید شما میگید که نه تنها از رضا شاه نفرت ندارن، بدون اینکه شما با اینها در تماس باشید، بدون اینکه اون زمان با اونها در تماس بودید. بعد میگید که هر دقیقه هزار بار میگویند، هر دقیقه 60 ثانیه است. چجوری توش هزار بار میتونن بگن که روانت شاد؟ من دیگه نمیدونم، لابد انقدر تون میگن من نمیفهمم، فقط شما متوجه میشید. تبلیغای رادیو و اینا رو دیدید، شنیدید توی آمریکا؟ اون چیزی رو که میخواد من و شما نفهمیم انقدر تند آخرش میگه، لابد اینا روانت شاد رو اینجوری میگن. همین چیزها رو شما میگید،
میگید انقدر مردم میگن روح نور به قبر شاه بباره که طرفم میاد جوک میسازه میگه بله منم دیشب شاه به خوابم آمد نورانی بود ولی عینک زده بود. بهش گفتم چرا عینک زدی؟ گفت از بس مردم گفتن نور به قبرت بباره ولی متوجه نیستن که من این نوری که ازم میاد به خاطر مشعلیه که از فلان جام چپوندن و تو جهنم هستن. نکنید این کارو. اگه اینها رو دوست دارید بذارید اینها بخوابن. طرف 61 سالش بوده، مریض بوده، مرده. دکتر مصدق مریض بوده، زندان بوده، مرده. بذارید اینها آسوده بخوابن. اینجا بهش میگن RIP، rest in peace، یعنی بخوابن در خواب. نکنید، شما نگید که من امروز بیام اینو بگم. بفرم اون دوستمونم که خب لطف کرد گفت که آقا 60 سال پیشو بریز بیرون، ولی بیا از اصلا من مونده بودم که از یه چنین دوستی که من انقدر بهش احترام میذارم یه همچین پیامی توی 43 ثانیه چجوری اینجوری خودش زد و نقیض صحبت میکنه. بله خلاصه یادتون باشه روزی هزار، هر دقیقه، نه روزی، هر دقیقه هزار بار میگوین روانت شاد که ایران را از نابودی نجات دادی، بگذاریم و خاک بر سر ما و خاک بر سر خودمان کنیم و حزب توده خوشحال بود که حالا ایران را دو دستی تقدیم عمو جوزف میکنیم که آرزوی آن به دلشان ماند، ولی در مجموع کسی نفرت از رضا شاه نداشت و ندارد، به خصوص حالا که کسی از این شکرها نمیخورد. خب دوستان شما نظرتون چیه راجع به این صحبتی که خانم نیر کرده؟ و اما این خانم پانتا یا آقای پانتا که بهتون گفتم، این دیگه خیلی جالبه. گفت هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. خانم پانتا بهرامی نوشته ادعا و حرف و عمل 70 میلیون بزغاله ابله و سفیه و صغیر در هیچ مرجعی و دادگاهی رسمیت و سندیت ندارد. اینها که در ایران میزیند، میلیون های جاهل، صغیر و توهی از خرد و روان سوختند که کشتارگران و متجاوزان و گردنزنان و غارتگران به میهنشان و نیاکانشان را شبان روز میپرستند. خانم محمد رضا شاه هم عزاداری میکرد، محمد رضا شاه هم حج رفت، همین خانم فره که با آلن دولان گوجی گوجی میکنن ایشون هم رفت مشهد سرانداز سرشه، همین آقای رضا پهلوی هم ماچ کرده که اون مرضایی که به ذریعه حضرت رضا بوده شاید اون مرضا رو هم گرفته که امروز اینجوری از کار افتاده. نکنید، نسازید، به حرف این سربی گوش بدید. ندید یا شب میمیرید یا روز. بدید. گفت چی؟ گفت بدید، دادن خوبه. البته اون منظورش به رأی بود. خب شما وقتی میگی 70 میلیون صغیر، یعنی خودت قبول داری که خامنه ای باید قبول کنه اون فقیه، اون ولایت اینها رو عهده داره. کی نوشته اینو؟ برید بخونید نوشته های این خانم پانتا رو، همه خط میکشید از نمیدونم سربی گرفته، اصلا کسی نیست که از زیر تیغ ایشون سالم بره بیرون. چه کار کنیم؟ اینا رو ریپورت کنیم به فیسبوک؟ گفتم بهتون چند مدت پیش یه نفر رفته بود شکایت یه ایرانی رو کرده بود، بعد به آقای دکتر برقعی گفته بودن که آقا بیا میانجی باش و اینها، گفته بود نه آقا دیگه خسته شدیم از بس یه عده الکی حرف میزنن، خب بذارید یکی هم بره شکایت یه نفر بکنه. اگه شما هم خسته شدید از افرادی مثل پانتا که نه اسمش معلوم حقیقی باشه نه عکسی داره، برید ریپورت کنید، از حق قانونی خودتون استفاده کنید به فیسبوک، بگید بابا این شخص وجود نداره، این شخص توهین میکنه به دیگران، شخصی که خودش پیدا نیست به دیگران توهین میکنه. البته این روزا با من خوب شده، البته میدونم حالا از امروز ضربه درام میاد، ولی حکومتی برآمده از اراده الله. ببینید میگه اصل دوم قانون اساسی مملکتشان، حالا مملکت شد مال اونا، حکومت اسلامی حکومتی است برآمده از اراده الله. خانم اصل پادشاهی هم گفت پادشاهی موهبتی است الهی که از طرف خدا به مردم داده شده، به من داده شده، نمیده از این مزخرفات. چه فرقی میکنه؟ بله از آنها که بگذریم، حالا گفته گاون جز مشتی گاو و گوسلای بی زبان و مجانین و موالی بی عقل و بی خرد، اینا یعنی هر چی فوش بلد بوده نوشته، از اینها که بگذریم باید دانست که اینها از ریز تا درشتشان، از زن تا مردشان ایرانی نیستن. خانم اینا رو تو چه زمانی آوردن تو ایران؟
تو حکومت شاه و رضا شاه اینا رو آوردن تو ایران، یا یه شبه سال آقا والا نکنید به خدا آبرو خودتونو میبرید. یعنی من دیگه نمیدونم چی بگم. حالا بعضی از دوستان میگن آقا تو عجب باهوشی، عجب اینا رو ضد نقیزا رو میبینی. به خدا لازم نیست باهوش باشید. این دوستان کم هوشن که اینجوری خودشونو میندازن تو دست پا، زیر دست پای ما روشون لگد بزنیم بگیم نگاه کن الان اینجوری میگه، الان اینجوری میگه. اولا وقتی شما میگید از اینها که بگذرد دوباره قرار نیست همون فوشا رو بدی، باید یه چیز جدیدتر بگی. بعضیا میگن منهای اون، بعضیا میگن به علاوه اون، این چیزا رو هم داره. شما یه مش فوش دادید به یه مردمی که خودتون نمیدونید اینا ایرانی هستن یا نیست. شما نوشتید 70 میلیون ایرانی نیستن. اگه این 70 میلیون ایرانی نیستن، پس الان ایران دست یه سری یه کشور دیگه است. مملکت رو چجوری میگیم مثلا این ایرانه، این اسپانیان، این فلانه؟ اون مردم اسم میذارن، اون مردم چیز میکنن، موندیم توش نمیدونیم چی بگیم. بیاین صحبت کنیم. خب بله، میگن که آرزوی بعد از ظهر خوبی براتون دارم، متشکر، روز جمعه آن را خواهم دید، البته روی روز شنبه آرزو دارم که موفق باشید، با ارادت. ممنونم. دوستان کامپیوترشون ما رو نمیتونن ببینن. دوستانی که من رو از طریق یوتیوب میبینید، برو سعید خوراکت بخور. ببین سعید بهت گفتم الانم که باز فرستادی اومد رفت رو اسپم، دیدی که من اونجا زدم نات اسپم، درسته؟ دوباره این ایمیلت هم رفت رو اسپم، شک کردن بهت، گذاشتن توی لیست سیاه. برو نهارت بخور. ساعت 4 که برنامه نداشتم، خدای نکرده بعض وقتا یادم میره، یه بوده فکر کنم ای جمعه است، نکنه دیدار یاران منتظرم. بعض وقتا دیشب سه شنبه گفتم ای نکنه من آقای مینوی رو یادم رفته. روزگار غریبی است، باید از این تلفنای بگیرم که منشی داره. خانم کی بود؟ سرینا چی بود اسمش میگفتن، فکر کنم از بین رفت. حالا تلفنای دیگه اومده جدیدتر و اینها. سری یا همون مثل سارا، ولی سری بود فکر کنم، سری اسم دختر تام کروز هم باشه. در هر صورت نمیدونم داشتم چی میگفتم، کجا بود، چی بود. سعید آمد و گفت 10 دقیقه گذشت و حواس من رو پرت کرد. و اما باز هم ممنونم. آهان، این دوستمون چون پیام گذاشتن و ساعت 3:46 پیام گذاشتن، بذارید ببینیم باز چی میگن. امیدوارم مثل دفعه قبل زد و نقیز نباشه. بفرمایید حسن ختام برنامه امروز آقای رهگذر. آقای شوری خوب و سلامت باشی. دو چه اصلاح شده رو آخر برنامه با صدای خوشت بخون. چی خوابیده چی بیدار تو قلب شهر تبدار، ملت به خواب غفلت، رهبری که بیداره. بله. همینقدر که ما بگیم مردم خوابن، رهبر بیداره، مسخره به نظرمون میاد، همینقدر اون شعری رو که آقای گلپا خوند و من نمیدونم شاعرش کی بود، مسخره بود. کی خوابیده کی بیدار، فقط چشمای شاه بیدار. خب شاه رو بیدار نگه داشتن، میدونید شما یک کسی رو که میخوان شکنجه بدن بیدار نگهش میدارن، هوش و مغز و حواسش از بین میره. بیدار نگهش داشتن به دو دلیل، یکی رب به کوروش گفت آسوده بخواب که ما بیداریم، یکی هم آقای گلپا 80 سالش شد زنده خون دیگه نمیتونه بخونه. آخرین باری هم که بنده خدا اومد بود اینجا، با وجود که نشست و اینا، دیگه بابا یه حدی داره. این ساینفیلد یادمون داد در اوج قدرت برید کنار. منم خودم این کارو باید بکنم قبل از اینکه جلو دوربین سکته کنیم بمیریم، ولی چه فیلمی میشه. این دوستان طرفدار پادشاهی برای خریدن اون فیلمه، یه دفعه این کارو بکنم، خودمو بندازم بمیرم مثل آقای روحانی که خش کرد، بعدم مراسم ختم و اینها این ویدیوها رو شما به هم بفروشید، بعد بیام دوباره بگم زنده شدم، مسیح برگشت، سربی نفس مسیحا زنده شد. دیدید آقای روحانی چجور قش میکنه میفته، بعد همسرش بهش میگه عزیزم حالت به هم خود، میگه نه این کلام افتاد زمین. کسی که به همسر خودش دروغ میگه، میخوای به شما که بینندش هستی دروغ نگی؟ بله، کی خوابیده کی بیدار، ملت به خواب نازن، چشمای شاه بیدار. با عرض سلام، کارمان در آمد
رضا پهلوی هم لخت خواهد شد و یک سطل یخ روی سر مبارکشان خواهند ریخت به دلیل حمایت. اگر رضا پهلوی این کارو بکنه، اون واقعا به این دلیله که میخواد 100 دلار رو به اون سازمانه نده، چون اینجوریه. بس دوستان، بریم تا جمعه نفس راحتی بکشیم. ولی میخوام یه قولی به من بدید که واقعا میگم این جنبش رو راه بندازید، از دوستانتون بخواید که تلویزیون مردم رو ببینن. اولا متوجه میشید که چه کسایی میشناسن تلویزیون مردم رو، بعد از خودتون میپرسید این همه بیننده داره چرا ما حمایت نمی کنیم؟ بعد باز جواب خودتون بدید به دلیل شما حمایت نمی کنیم اونا هم حمایت نمی کنن. یا اگر کسی نمیدونه بهش از قول من سلام برسونید، بهش بگید نصف عمرت تلف شد و شمایی که مردم تیوی رو میبینید چون تمام عمرتون تلف شده اون رو هم بیارید. دیدید اینایی که معتادن یکی دیگر هم میارن معتاد بشه. فهمیدن بر اثر مطالعاتی که کردن اینها دلیلی که زنی که معتاده همسرش رو معتاد میکنه، آقایی که معتاده زنش رو معتاد میکنه، اینه که باهاش بمونه. شما هم حالا اون روش اعتیاد اینا بده، ولی چون عمرتون تلف شده برید عمر دیگران رو تلف کنید، بیارینشون تلویزیون مردم. مرسی. آهنگای درخواستی اگه خواستید شما بیا، الان حالا حوصله داری، ماشاءالله دوره شاه هم زندگی کردی، طرفدار شاه هستی، حتما اون موقع هم همه این نوارا و این صفحه و اینها رو داشتی، شما بیا یه برنامه بذار، قشنگ بشین، خواستی نشونت میدیم، نخواستی قیافتون رو نشون نمیدیم. آهنگای درخواستی، این کار رو یه دیجی قرار بود بیاد انجام بده، دیجی پژمان. ولی ما وقتی پیرمردامون آدمای مسنمون قولشون قول نیست، حرفشون حرف نیست، وعدهشون وعده نیست، چه انتظاری داریم از جوانها؟ چند روز پیش یه فیلمی نگاه میکردم، جاد جودی بچه یه نفر رفته بود زده بود با ماشین کوچولوها تو در گاراژ یه نفر، بعد بابای دویده بود فکر کرده بود اینا نیستن، گفته بود تا کسی نیست دور بزنیم بریم. صابخونه از حمام اومده بیرون رو دیده بودش اینا، جاد جودی بهش گفت که ببین من اصلا نمیخوام به حرف تو رو بشنوم، تو خودت که دروغ گفتی هیچ، به بچت هم داری یاد میدی، به بچت هم درست گفت داری یاد میدی که دروغ بگه، $1200 دلار اینو بده، از امروز هم برو سعی کن به بچت بگو که راست بگو، حتی اگه زده باشی یه چیزی رو دمیج کرده باشی، خسارتی وارد کرده باشی، راست بگی. مایی که دینمون از اول گفته هر جا جونت در خطر افتاد دروغ بگو، تقیه کن، اون دینمون. دولتمون هم هر وقت راست گفتیم تنبیهمون کردن مجبور بودیم دروغ بگیم، شعرمون میخونه که سرتو خم کن تا درها وا بشن، سرتو خم بکن، تنها دری که باز میشه بکنه در پشت خودمونه. ها بس دیگه، داره کم کم میشه ریتد آ. دوستان عزیز، از اینکه وقت عزیز و گرامی که هیچ کاری دیگه نداشتید با من تلف کردید با تلویزیون مردم، خیلی خوشحالم، خوشحالم که وقتت من تنها تلف نشد و تونستم وقت شما رو تلف کنم. سعید بلند شو برو ساعت 1:30 خوراک بخور قبل از اینکه زخم معده بگیری. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون فردا در برنامه آقای حسین مختار زیبایی از لاس وگاس.